سلام من رفقا عزیزم، اون دارم حالتون خوب باشه. شاد پرنج قبراق مثل همیشه با یک جلسه یک شنبه دیگر، با یک جلسه دیگری از حل آزمون‌های شبی. سلام صدا مداری عدد 8 رو بده بیاد. با جلسه دیگر از دوره حل تست و حل آزمون شبی ساز در خدمتتون هستیم. امروز میخوایم بریم سوالات منتخب آزمون گزینه دو و قلمچی که دیروز و پریروز برگزار شده حل بکنیم. سوالات بسیار استاندارد، سوالات بسیار ایده جدید دار، مخصوصا تو مبحث ژنتیک که یکی از دوستانم گفتم و خواهش میکنیم سوال به روش خودتون حل کنید و این قول رو دادیم که امروز سوالها رو دوباره به روش خودمون، هم لحاظ زمان بندی، هم لحاظ روش و هم لحاظ اینکه چطور آیا محتوای علمی که ما امسال در کلاس ارائه کردیم با سوالاتی که دیگه بالاخره شبیه‌سازترین سوالاتی واسه کنکور 1401 هم من و هم دوستان دیگه در حال طراحیش هستن، میخوام ببینیم که آیا جور در میاد محتوای کلاس ما با این حرفایی که زدیم یا نه نقص داشته و باگ داره، که خب حالا تو این آزمونایی که دارن تحلیل کردیم دیدیم که جای کم بود و کاستی نبوده و همه نکات، همه شکل‌ها، همه آزمون‌ها رو بررسی کردیم. امروز هم می‌خوام بریم قوی شروع بکنیم سوالات منتخب این آزمون رو، حداقل قلمچی رو. من فکر می‌کنم امروز فقط قلمچی رو تحلیل بکنیم چون سوالات قلمچی گزینه دو بهتر بود. آزمون گزینه دو سوالات شکلیش بیشتر بود، درباره شکل‌ها بیشتر سوال داده بود، اما قلمچی بیشتر اومده بود شکل‌ها رو تبدیل کرده بود به متن و از ما خواسته که خودمون شکل رو یادمون بیاد و درباره‌اش سوال رو بتونیم حل بکنیم. بدون وقفه در تایممون میریم که سوال اول رو حل بکنیم و ببینیم که دقیقاً چی میگه. یک نامناسب اس آورده و سوال اول رو جانوری گذاشته، همانند کنکور سال 99 که سوال جانوری بود و ما می‌خوایم ببینیم که آقا اگر سوال اول ما جانوری بود بعد چطور باش برخورد بکنیم. سوال ساده‌ای بوده، زیاد جای عیب و ایرادی نداشته و سوالی بوده که اگر متن کتاب جانوری رو بلد بودید در صورتی که قیدها رو می‌دونستی به راحتی می‌تونستی حلش بکنی. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببین، گفتم همیشه تو صورت سوال خانه اول نامناسب است رو ببینم آ کدوم غلطه، فقط در گروهی از جانورانی که، آقا نگاه کن، یعنی بعد یه گزینه انتخاب کنی که واسه همه درست نباشه دیگه، یه گزینه رو انتخاب کن که واسه همه درسته نیاد. و سلام علیکم. بسم الله. میگه آقا روده در تنظیم اسموزی نقش دارد، همولف مستقیما فضای بین یاخته. خب نگون، وقتی میگه روده در تنظیم اسموزی نقش دارد، طبق چیزی که در همایش جانوری و تدریس گفتیم، مرسی سر، اومدیم گفتیم آقا یک روده رو برای که ملخ لوله مالپیگی یادم بیاد، یکی باید آقا جون مایع قذروفی آب شور رو یادم بیاد که چی قدرت متصل به روده داشت که میومد محلول سدیم کلی بسیار غلیظ رو به روده تخلیه میکرد، قدرت نمکش عملا، حالا بهتر میگم بهش قدرت نمکی نمیگیم، قدرت متصل به روده بیایم نامگذاریش بکنیم. آقا پس این واسه هر دوتا درست نیست، پس فقط تو گروهی هستش. تو کدوم گروه همولنف رو ما داستانش رو داریم؟ میدونیم این گزینه رو مخصوص کی گذاشته؟ ملخه گذاشته. پس واسه ماهی درست نیست، پس فقط واسه در گروهیه، واسه همه درست نیست. پس یک اوکی. دو، تنفس ششی داره، سازوکارهای جریان پیوسته از هوای تازه را در مجاورت بخش مبادله ایجاد میکنه. تنفس ششی، یکی باید حلزون رو یادم بیاد که گردش مواد باز داره و یکم بعد مهردارا رو یادم بیاد دیگه، مثل قورباغه مثبت و انسان و مثلا فشار منفی. آقا این که گفته ساز و کار جریان پیوسته از هوای تازه واسه کسیه که تهویه ششی داره، آها یعنی دم و بازدم، پس یعنی حلزونه نیست، اینا هست، پس فقط واسه این مهره دارم درسته، پس این هم اوکی. سه، کلیه توانمندی زیادی در بازجذب آب داره. این رو در کنکور سال 1400 و 99 هم این گزینه دیدم که میدونم واسه خزندگان و پرندگانه که در بازجذب آب کلیهشون توانمندی زیادی داره. میگه کیسه هایی در اطراف ششا کارهای دستگاه تنفس رو افزایش داده. خب بین خزنده و پرنده فقط پرنده کیسه هوایی داره دیگه، پس اینم فقط واسه گروهی درسته. اما چهار، میگه گردش خون بسته و مضاعف داره، یعنی هم سه افره هم چهار افره. جدایی کامل دهلیزها از مخلوط شدن خون تیره و روشن جلوگیری میکنه. آقا گولت زد، اولا جدایی کامل لفظشو میبینم واسه قلب چهار افره ای که بطناش جدایی کامل دارن، اصلا چه سه افره باشه چرا چهار افره باشه، دهلیز مشترکی اصلا ما تو کتاب درسی نداشتیم. آها این نکته مهمه، من که ماهی تو کانه تک دهلیز است، پس این گفت فقط در گروهی از جانوران، اصلا ما سه تای دیگر هم نمیدونستیم، همچین کلمه اصلا نداریم دیگه، پس گزینه هم گزینه شماره 4. ای والا ویدیو کلاس قبلی، آقا که ویدیو هفته پیشو گذاشتین، همون ویدیو بود اون صدا نداشت، بعد دوباره رندر امروز میرسه برای بچه‌ها تو آپاراتم میذمد اون ویدیو رو بزن چون حل تست، آره تو آپاراتم هست، آره امروز میرسه ان شاء الله، هفته پیش صدا نداشت، فردا میرسه.
آپارات امروز آره، سایت فردا. آپاراتش امشب میاد، سایتش هم فردا میاد. ویدیو اینم ان شاء الله می‌ذاریم تا فردا هم توی آپارات و هم ان شاء الله تو سایت برسه. بریم سوال بعد. سوال 132 از 12 اون بوده. مخلص تک تک دوستان. 132. آقا بس گزینه سوال اول دیدیم زیاد باگ خاصی نداشته، ما هم زیاد باش درگیر نمیشیم. اما 132. کدام عبارت درباره همه آرنه‌هایی که در مرکز تنظیم ژنتیک یاخته روده انسان. آقا این لفظی که آورده من منظورش هسته است دیگه. اوکی. این منظور لفظ هسته است. میگه درباره همه آرنه هایی که توی هسته هستن درسته. خب من میدونم چه تی آرنه چه اصلا 9-11 فصل 9-11 هم نیست. اوکی سر چکش میکنم. میدونم که آقا جون همه آرنه هایی منظورش که یاخته یوکاریوت داریم، تو هسته یوکاریوت هم تی آرنه هم آرنه و هم ام آرنه درست میشه. حالا میگه آقا کدوم یکی درباره همه شون باید درست باشه؟ یک، در ساختار اولیه خود دارای رونوش اگزون اینترنال، این فقط واسه ام آرنه، پس این واسه همه نیست دیگه، همه اینجا گذاشت. به عنوان الگو برای ترجمه به سوی ریبوزوم ارسال میشه. اینم فقط واسه ام آر ان ای، واسه همه رنا نیست. گفتم آقا هم مرسی الان همه رنا ترجمه نمیشه. سه، میگه در پی فعالیت آنزیم های درون یاخته ساخته شده، چون که یاخته یوکاریوت MTR231 چه بخوای چه نخوای رنا بسپاراز 2 3 و 1 فایل خام زار 2 3 و 1 هر سه تاش آنزیمایی هستن که توسط ریبوزومای آزاد ساخته شدن و از سیتوپلاسم میان تو هسته فعالیت میکنن. خب بس درسته دیگه، پاسخ میشه 3. میگه تکرشته‌ای بوده و دارای پیوند هیدروژنیش. آقا همه رنها تکرشته‌ای است به کتاب درسی، اما پیوند هیدروژنی فقط میدونم واسه تی‌آر‌ان‌ای که یادمه تو بازداشت پیوند هیدروژنی وجود نداره. و پاسو میشه گزینه شماره 3. سوال بسیار روتین و شانس طراحی در کنکور سراسری هم داره. حالا نبه من سوال تخصصی ولی تو گزینه ها میتونم بیدم. اما سوال 133، سوال 156 عملا کنکور 1400 بوده و سوالی هستش که آقا از چی طراحی شده؟ از شکل کتاب درسی. خارجی ترین سلول‌های موجود در تن استخوان ران. اول این استخوان درازه، خارجی ترین سلولش بچه‌ها میشه اون تیغه هایی که در سامانه هاورس شرکت نمی کنن و در سمت خارج خودشون اون سلول پیوندی هایی که اینطوری پهن بودن و اون لایه پیوندی دیگر رو داشتن که من یه سری زواید مومانندم اینجا میدیدم دیگه، اون باف پیوندی دولایه. خب سوال 133، ببینیم حالا کدوم گزینه درباره این سلول هایی که اینجا گذاشته درباره اینا کدوم درسته. خب میگه به صورت استوانه هم مرکز که در مرکزیت هم مجروع هاورس. آقا گفتم خارج در اینا در هاورس شرکت نه، هر تیغه در هاورس. میگه دارای زواید رشته مانند متصل به هم هستن که در ماده زمینی خود رسوبات کلسیومی فراوانی دارن. آقا دقت داشته باش گزینه دوی من چرا رد میشه. میگیم آقا جون گوش کن، میگه دارای زواید رشته مانندن که در ماده زمینه خود رسوبات کلسیومی وارد که وجود داره. به نظر شما گزینه دو کجاش مشکل داره؟ اگه این سوال کنکور 1400 بگن خیلی ها به گزینه دو میرسن جواب برش میدارن. آفرین سر، مرسی. آقا نگاه کن، این درباره خارجی ترین یاخته‌های موجود در تنه استخوانه. یعنی آقا جون صورت سوال منظورش این سلول استخوانی ها نیستا، منظورش این باف پیوندی است. این مورد سوال ماست، این درباره خود استخوان. سه، یاخته‌های پهن و نزدیک به هم هستن که توسط رشته‌های با سامانه هاورس در اتصالن. آقا دقیقاً اگر دقت داشته باشی خیلی یاد دوباره شکل و بلد بودن این گزینه رو انتخاب کردن، اما با سامانه هاورس مستقیما در اتصال نیستن. چرا؟ چون یاخته‌های خارجی تیغه استخوانی که در سامانه هاورس شرکت نکرده. و چهار که جوابه، میگه یاخته‌های سازنده کلاژن هستن. کلاژن کی میسازه؟ بافت پیوندی. اینا چی هستن؟ پیوندی که در اولین مرحله تنفس یاخته‌ای که قند کافت باشه ATP تولید میکنه. آره دیگه، ATP در گام چهارمش میاد به ازای هر پیروات 2 ATP تولید میکنه. پاپاسو میشه گزینه 4. سوال روتین، اما نه گول زننده بود گزینه‌هاشا، حواست باشه. اگر صورت سوال میگفت یا خارجترین یاخته های استخوانی موجود در تنه، یا زمان میگه خارجترین یاخته های موجود کلی، این دوتا بس با هم فرق میکن. بریم سوال بعدی. سوال 134، سوالی هستش که فصل 1 دوم طراحی شده و میتونیم ببینیمش تو کنکور. 3 سوالی هست مستقیما سوال ندار، اما میتونیم دوباره بررسیش بکنیم. اما سوال 134 خیلی سوال قشنگی. ببین چی میگه. میاد میگه کدوم درست؟ دریاچه ارومیه چندی سال در خطر خودشو زیست شناسان با استفاده از اصول فلان که راهکارهای لازم رو ارائه دادن. 1. خدمات این سد به میزان تولید کننده. آقا من میدونم که دریاچه ارومیه یک زیست بوم یا بوم سازگان. آقا دریاچه ارومیه یک بوم سازگان، نه زیست بوم. تو شک نوشته یه بوم سازگان، خب نه زیست بوم، یه بوم سازگان. میگه خدمات و همواره پایدارسازی این سد کیفیت زندگی انسان رو ارتقا می‌بخشه. خیر
آقا ممکنه که پایدارسازی بومسازگان باعث باشه که یک سری باکتری‌های مضری وجود داشته باشن که اگه پایدارش کنید تازه بعدم باشه. پس این همواره غلط. 3 میگه 2 توسط افراد مختلف از گونه‌های مختلف که با عوامل غیر زنده در ارتباطن و برام تأثیر دارن سازماندهی شدن. دقیقاً تعریف بومسازگان اکوسیستم. 3 میاد میگه اگر چند عدد از هر یک از آنها در کنار هم باشه قطعا سطحی از حیات رو میسازه که بلافاصله قبل از زیست کره است. آقا دقت داشته باش، خیلی ها گزینه 3 رو سر جلسه انتخاب کردن ها، اما غلطش کجاست؟ آقا قبل از زیست بوم میشه چی؟ مرسی. قبل از زیست کره میشه چی؟ زیست بوم. زیست بوم میشه چند تا بوم سازگانی که از لحاظ پراکندگی جاندار و اقلیم شبیه هم باشن، نه یکسان. پس اینکه نوشه قطعا شاید اقلیم ها شما هم یکی نباشه. 4 همه عوامل سازنده دارای فرآیند جذب و استفاده از انرژی هستند. آقا بوم سازگان مگه نگفتیم اولین لولیه که عوامل غیر زنده هستن؟ وقتی غیر زنده باشه غلط بکنه جذب استفاده از انرژی بکنه، پس نیاز باشه. اما سوال بعدی سوال ترکیبی هستش، از 7-12 بعد اطلاعات میداشه تا میتونستی حلش بکنی. 135 ببینیم چی میگه. آقا میاد میگه در نوعی نوکلئیک اسید که نگاه کن، این تیپ سوال خیلی تو کنکور یه 2-3 هر سال میاد، یعنی تو صورت سوال میاد یک چیزی رو معرفی میکنه که ما تو کتاب درسی باید بدانیم آن چیز چیست. 1-2 برای یه سری اطلاعات دربارش داشته باشیم، و اگه شما ندونید صورت سوال درباره کی هستن تو گزینه نمیخواد بری، چون اشتباه قطعاً و طرام یه جوری گذاشته که تو اگه اشتباه فرض کنی جواب اشتباه برداری. میگه در نوعی نوکلئیک اسید که چارگاف، آقا چارگاف روی مولکول دی ان ای داشت بررسی انجام میدادیم، پس این منظورش دی ان ای. نوعی نوکلئیک اسید که ماده ژنتیکی اولیه ویروس اچ آی وی، من میدونم آقا جون توی بدن انسان از روی رنای اچ آی وی دی ان ای ساخته میشه، پس منظورش آر ان ای دیگه، ماده اولیه‌اش. میگه همانند، خب گوش کن، میاد میگه چی؟ میاد میگه همانند، خوب گوش کنم، میگه دی ان ای مثل آر ان ای نوکلئوتیدهای موجود در هر بسپار از نظر نوع قند با دیگر تفاوتی ندارن. نگاه کن وقتی توی هر بسپار گذاشته، یعنی دی ان ای برای خودش، آر ان ای برای خودش، اوکی. خب تو دی ان ای قطعا قند دئوکسیریبوزه، تو آر ان ای قطعا قند ریبوزه، پس تو هر کدوم قنداشون تو نوکلئوتیدها با هم فرق نداره، هم یک جواب. اما 2-3-4 چرا غلط؟ میگه برخلاف همه نوکلئوتیدها به نسبت مساوی، اصلا این جمله کلا جمله غلطی، اصلا نمیخواد فرضش کنی، نمیخواد فرض، صدا تصیب است، نمیخواد فرض، اصلا این جمله غلطی. تو همه نوکلئوتیدها آر ان ای که رشته است، خدافظ. همانند فسفات هر نوکلئوتید به گروه هیدروکسیل نوکلئوتید مجاورش متصل است. آقا خیر، مگه نمیگم چارگاف رو دنای خطی داره عملا و حلقوی چون گفته تمام شده؟ مگه دنای خطی رو بیام بررسی کنم؟ دنای خطی اون نوکلئوتید سه فسفات اول رشتهش که دیگه نمیاد به گروه هیدروکسیل بزنه، حلقوی که نیست. آها پس این غلط، پس این گفته حتما هر نوکلئوتید متصل، غلط. 4 میگه برخلاف همواره تغییر یک یا چند نوکلئوتید موجب تغییر پلی‌پپتید میشه، که آقا این گزینه رو من پردن تو ژنتیکمون پایین‌تر کار دارم. آقا اگر بیاد تغییر یک یا چند نوکلئوتید بگه، اگه جهش جانشینی باشه که خاموش باشه، پلی‌پپتید تغییر نمیکنه، پس این گفته همواره تغییر میکنه یا حق، خدافظ، غلط است. بریم سوال بعدی، 136. آها چقدر من این 136 رو دوست دارم، چرا؟ چون خیلی ها اشتباه جوابش دادن. صورت سوال احتمالی کنکور 1401 هست. در حالت طبیعی درباره هورمونی که اساس تست بارداری، خب این تو اگه ندونی HCG که باختی، باز اگر بدونی HCG ندونی از کجا ترشح میشه میری رو که تاثیر میذاره بازم باختی HCG. بعد یه حالت طبیعی هم گذاشته، کدوم چند تا غلط؟ خب تنها سیاه رگ بندناف آن را از جفت دور میکنه. آقا دو تا سرخ رگ از قلب جنین میومد تو بندناف، یه سیاه رگ از جای رحم میره به قلب جنین. آقا این قطعا توسط اون سرخ رگ از قلب جنین از سمت جنین میاد به سمت جفت که بره تو خون مادر، پس این گفته سیاه رگ دورش میکنه، غلط. پس بیا به سمت جفت. 2 سبب حفظ جسم زرد و آغاز ترشح پروژسترون، غلط. آقا جسم زرد من وجود داره، داره استروژن پروژسترون رو ترشح میکند ها، باید نمیگفت آغاز، یعنی قبلش هم داره ترشح میکنه، اصلا بارداری رخ نده داره کارشو میکنه تا روز 25-26، اما اینجا داره چی؟ ادامه این کار رو انجام میده. اونایی که صدا و تصویر براش دارم یه دونه بنویسن تصویر هست، اونایی که صدا و تصویر دارم بنویسن تصویر هست. پس این آغازه باز کلمه غلطی. 3 مثل تداوم میاد میگه آقا یاخت‌های ترشح کننده آن، یعنی کی؟ پرده کوریون. هیچگاه نمیتواند 24 نوع کروموزوم در ژنوم هسته خود داشته باشد. آقا جون من میدونم که 20 ژنوم هسته انسان میشه 22 تا غیر جنسی به علاوه X
به علاوه ایگرگ اگر پسر باشد، خب یه 22 تا یه ایکس ایگرگ میشه 24 نو دیگه. کی گفت نمیتونه؟ میتونه. میگه یاختای برونشامه بخش مهمی از انرژی لازم برای ساخت و ترشح آن را از طریق ATP حاصل از گلیکولیز تامین میکنن. آقا خیلی ها این یه دونه رو درست گرفتن، خیلی ها این یه دونه رو درست گرفتن، اما این گزینه از فصل 5-12 طرح شده که به نظرم بسیار 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 گزینه غلطی، ولی خوبه. چرا غلطه؟ آقا ما توی قندکاف از یه گلوکوز 4 تا ATP در میاریم، تو شرایط بینه که 36 تا در میاد، خب اون 32 تای دیگه که کجاست؟ تو میتوکندری. آها زنجیره انتقال الکترون. پس بخش زیاد، بخش مهمی بعد میگفت میتوکندری نه گلیکولیز سیتوپلاست. تا برای همینی که پاسخ میشه گزینه 4. آقا خدایی حالا کار ندارم، آقا به تحلیل، مدل تحلیل سس با توجه به محتوایی که ارائه دادم، با توجه به سطح سختی آزمونی که داریم حل میکنیم، آزمون مهمی که خیلی ها در جمعه شرکت کردن، واقعا از 1 تا 10 چم میدیم، واقعا از 1 تا 10 چم میدیم. عشق میکنم با اینا انرژی بهم بدین. منتظرم. مرسی مرسی. 8 خوبه، 8م خوبه، چون میدونی 8 دوست دارم 8 میفرستم. خوبه بریم آقا، بریم سوال بعد. با تشکر از تک تک عزیزان. 137 سوال قلب. خب ببینین، کلک باید باشی، باید سری نامگذاری کنی. گفتید کدوم نادرست هم نامگذاری کن. آقا 4 که مرکزی ترینه، میدونم آقا دریچه چیه؟ سینی آورد خون روشن. 3 که میدونم آقا کوچیکترین و جلوترینه میشه چی؟ دریچه سینی شوشی. بعد 1 چیه؟ میدونم میترال بین دهلیز چپ و بطن چپه. 5 چیه؟ میدونم دریچه سلختی بین دهلیز راست و بطن راست. میگه خون عبوری از بخش 3 خونه میشه تیره، خون عبوری از بخش 5 سمت راست تیره. وقتی تیره است میگه بیکربنات بالاتری نسبت به آرد داره 100%. آقا بیکربناتی که اینجا داره میگه یاد آنزیم انیدراز کربونی که میومد CO2 هاش دوره تو گلبول قرمز ترکیب میکرد تا بیشترین مقدار جابجایی CO2 در خون ما به صورت بیکربنات در میاد، چون خون تیره است قطعا بیشتر داره. آرد روشنه. میگه قبل از شنیده شدن صدای تاک، پوم تاک یعنی صدای دوم، به علت اختلاف فشار در دو سوی بخش 4 این بخش برخلاف بخش 1 باز می باشد. آقا در هنگام چی؟ صدای تاک. صدای تاک زمانی شنیده میشه که بریم وارد استراحت عمومی بشیم. قبل استراحت عمومی تو انقباض بطن. خب میگه تو انقباض بطن ها بخش 4 ما که آورته خب بازه، بخش 1 دهلیز بطنی بسته است. اوکی. 3 با آغاز استراحت عمومی بخش 2، خب 2 بچه‌ها میشه اون سرخرگ آورته که داره میره سمت چپ. میگه چی؟ میگه با آغاز استراحت عمومی بخش 2 با دریافت خون روشن در تغذیه مایع چقدر نقش داره؟ 100%. در هر حالتی نقش داره، خون میاد داخلش. و 4 که غلطه هم. میگه بخش 4 مثل 2 از 3 نوع بافت مختلف تشکیل شده. بخش 4 مثل بخش 2 از 3 نوع بافت مختلف تشکیل شده. آقا بخش 4 که میشه چی؟ دریچه. دریچه میدونم پوششی داره به علاوه پیوندی که محافظت میکنه، این که شد 2 نوع. بخش 3 رگه. رگا میدونم آقا جون یه پوششی داره، یه پیوندی داره، یه مایچه داره، میشه 3 نوع. پس این گفته همانند 3 نوع غلط. هرچند در علم این گزینه گزینه غلطی یا درسته، ولی کم گزینه 4 غلط ترین گزینه است. 138. چقدر این سوالو باز من دوباره دوست دارم. چرا؟ چون ما قشنگ ناگو امسالم دوباره سوالای 12 امید کنکور میخواد بیاد، سوال قشنگی میاد، چون 11 هم از زیاد داشته. بریم 138 رو ببینیم چطور میتونیم حلش کنیم. خوب دقت کن. میاد میگه آقا در نوع یاخته پاتنساس از یوکاریوت جهشی در ژن آنزیم رنابسپاراز 2 ایجاد شده. خب رنابسپاراز 2 میدونم MTR231، پس این ژن رنابسپاراز امساز. اگر ساختار نهایی آنزیم حاصل از بیان این ژن جاخالی فعالیت طبیعی باشه در این یاخته قطعاً. آها این میدونی من ندید، میدونی از کجا تر شده؟ از اون نقطه این سوال تر شده که گفته آقا تغییر در ماده وراثتی در یک ژن میتواند بسیار باعث تغییر در فعالیت اون بسپار بشود. خب 138 میگه اگر دارای فعالیت طبیعی باشه قطعا در توالی مربوط به رنای پیک نابالغی آنزیم تغییر ایجاد نشده. چرا؟ آقا ممکنه آقا یه جهش خاموش بوده باشه. کی گفته؟ پس تو رنای پیکم بازم تغییر کردم و جهش خاموش بود. پس این غلط. میگه اگر دارای فعالیت طبیعی باشه
آنزیم دنابسپاراز و هلیکاز در هسته یاخته بدون مشکل فعالیت میکنه. آقا دقت داشته باش، اگر داره فعالیت طبیعی باشه ما چرا گزینه دو؟ آقا نگاه کن، بعضی وقتا باید زرنگ باشه به صورت سوال دقت کنیم. یاخته پاد تنساز بچه ها وقتی گذاشته دنابسپاراز و هلیکاز، من باید یاد چی بیفتم؟ یاد همانندسازی. اما یاد باشه پاد تنساز دیگه تقسیم نمیشه، پس فعالیت نمیکنه. بلد. سه، میگه اگه فاقد فعالیت طبیعی باشه قطعا آنزیمی داره فعالیت نوکلئازی و بسپارازی که دنابسپاراز روی نوکلئوده آزاد هسته اثر میگذاره. آقا باز دوباره با همین قضیه‌ای که پاتنساز تقسیم نمیشود گزینه سم رد میشه. و چهار که جوابه، میگه اگر فاقد باشه ممکن است که تا مدتی تشکیل پیوند پپتیدی دریافته بدون مشکل انجام شود. میدونی چرا؟ آره میذارم، سر میذارم. من نتموری فقط صدا. خب صدا رو داری، اوکی دیگه، با هم دفترشت پیش برد. آقا نگاه کن، میگه ممکن زمانی که فعالیت این جمله، آقا بنت چقدر جمله خوبه، بسیار 100% گرفت. چرا؟ آقا من میدونم آنزیم اینطوری نیست که یه بار فعالیت کنه از بین بره. فکر کن تا قبل از اینکه این جهش رخ بده من یه سری دنابسپاراز و رنابسپاراز طبیعی داشتم، ریبوزوم طبیعی داشتم که خراب نشدن هنوز. خب اوکی، پس یعنی وقتی من طبیعی داشتم تا موقعی که اون طبیعی ها هنوز زندن کارم هم داره طبیعی انجام میشه. از اونجا که اون طبیعی ها دیگه از بین رفتن و خرابات دارن صف میکشن، کار خراب میشه. پس ممکن است تا مدتی یس. برو بریم بعدی. 130 پف، 139 که اصلا قوقاست. چرا؟ چون من دوست داشتم گیاهیه. با توجه به هورمونای گیاهی و هورمونای بدن مردی سالم چند تا نادرسته. آقا اومده هورمون گیاهی و انسان رو با هم مقایسه کردیم، ما هم سوالش حل کردیم. حالا ببینیم چی میگه. خب ببین خوب، میگه آقا جون به غلط، چند تا غلط. میگه نوع هورمون که جاخالی آزاد میشه و هورمونی که جاخالی ترشح میشه، یعنی همین الان من مطمئنم به هیپوفیز میخواد گیری بده، آزاد میشه و ترشح. از نظر نقش در جاخالی مشابه نیست. پس با این دو تا مشابه نباشم. ببینیم چی میگه گزینه هاشون. میگه نوع هورمون که با حذف جوانه رأسی به مقدار بیشتری از جوانه جانبی آزاد می شود، منظور سیتوکینه. و میگه هورمونی که برای رشد طولی صفحات رشد از هیپوفیز آزاد می شود، منظورش رشد. میگه تحریک تقسیم یاخته ای. آقا رشد، هورمون رشد که میاد صفحه یاخته ای، صف باعث تقسیم اون غضروفا میشه. سیتوکینین هم که من میدونم باعث تقسیم یاخته میشه طبق متن کتاب. پس عملکرد مشابهی دارن. پس این غلط. میگه از رویان غلات هنگام رویش زیرزمینی. رویان غلات چی؟ میشه جیبرلین. از بخش کیسه ای شکل لوله گوارش، منظورش معده است، امسال تو کنکور میاد. چه هورمونی؟ میدونه آها، باریکلا. چیه؟ باریکلا، گاسترین. رویاخته اصلی و کناری. میگه علاوه تولید و رها شدن آنزیمای گوارشی مشابه دیگر عمل نمی‌کنند. آقا تولید و رها شدن، مگر گاسترین من باعث تولید و رها شدن پپسینوژن نمیشه گوارشه؟ چرا؟ مگه اون ور جیبرلین من نمیره لای گلوتن دار آندوسپرم باعث ول شدن آمیلاز میشه؟ چرا؟ پس مشابه عمل میکنه. پس اینم غلط. میگه با قرار گرفتن نوک دانه رست گندمیان در معرض نور آزاد میشود، منظورش چه هورمونی؟ اوکسین. از یاختهای بینابینی بریزه چی؟ تستوسترون. میگه اثرگذاری بر اندامهای تله مثلی. آقا جون دقت داشته باش، دقت داشته باش، مگه اکسین باعث تولید میوه نمیشه بدون دانه؟ میوه رو کی تولید میکنه؟ گل. گل چیه؟ اندام تله مثلی. یک، تستوسترون هم میاد رو خود بیضه و گامتزایی هم تاثیر میذاره. پس بیضه هم که اندام تله مثلیه، پس مشابه هست. پس اینم غلط. بریم بعد. هنگام قرار گرفتن گیاهان در شرایط نامساعد مانند خشکی، من میام آبسیزیکو در نظر میگیرم، اوکی، از بخش پسین قده هیپوفیز ترشح میشود. آقا از بخش بخش پسین میدونم یه دونه چی آزاد، یه دونه خدمتتون عرض کنم که اون خدمتتون اکسیتوسین از یکم ضد ادراری. میگه جلوگیری از خروج آب. خب آقا من میدونم ضد ادراری بازجذب آب زیاد میکنی، میاد نمیذاره زیاد ادرار کنی. آبسیدیک اسید هم که میاد روزنه رو میبنده، نمیذاره بخار آب خارج بشه. پس شبیه هم هستن. پاسون میشه گزینه شماره 4. به این میگن حل تست لاکچری. میگن حل تست خوشگل. وقت تلف نمیشه. یعنی یا یارو اومده اینو به درس داده، اینجا هم ترتر نمی کنه، تپ تپ نمی کنه تا این حلش کنه، یه یارو خودش هم اوته دیگه، بسی ندارم دیگه، شاگرد بدبخت نمیدونه چیکار بکنه. خب 140، من با اجازهتون یه دونه
1401 پیشبینی میذارم سال خوبی. ببینیم چی میگه. میگه فراوان ترین ماده دفعی. آقا اگه گفتم ماده دفعی میشد آب، اما وقتی آلی گذاشته میشه چی؟ اوره. میگه کدوم گزینه درباره اوره درسته؟ اوره میدونم از ترکیب CO2 با آمونیاک معدنی توی کبد ایجاد میشه که میاد اوره چی رو میسازه؟ آلی. خب اوکی، ببینید 140 میشه گزینه چند، حلش کنیم. میاد میگه آقا جون مستقیما حاصل تجزیه آمینه اسیدها در یاختهای زنده هستهدار میباشد. نه دیگه، اون آمونیاکی که مستقیما به دست میاد. مرسی الهام. به دنبال ترکیب شدن دو نوع ماده معدنی در یاختهای کبدی، CO2 معدنی، آمونیاک معدنی، آلی. تمام. دو جواب. سه، در پی نکروز یاختهای کبدی مقدار آن در ماده زمینی خون افزایش می‌یابد. برعکس، وقتی یاخته کبدی بمیره، آمونیاک این از کنکور 99 ترش. آمونیاک نمیتونه بکنه اوره. خب پس یعنی آمونیاک زیاد اوره کم. پس غلط. چهار، در فرد مبتلا به دیابت شیرین که میزنه پروتئین و چربی میسوزونه، میزان آن در خون برعکس افزایش مییابد. چرا؟ چون وقتی پروتئین و چربی میشکنی، مخصوصا پروتئین، آمونیاک بیشتر ول میشه، آمینو اسید میترکونی، آمینو اسید که بیشتر ول بشه کبد بیشتر اورش میکنه، پس بیشتر میشه. پس این گفته کاهش مییابد، زر 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 زده. بریم یه دونه فتوسنتز حل کنیم. ایده‌اش. بریم سر چلک. بریم سر چلک ببینیم واقعا کدتنک. درباره فتوسنتز کدوم درست؟ مرس، سر مرس. در هر یاخته دارای زنجیره انتقال الکترون سازنده انادپهاش، آنزیم روبیسکو باعث تشکیل نوع اسید آلی می شود. آقا میگه هر یاخته ای که دارای زنجیره انتقال الکترون سازنده انادپهاشه، یعنی باید تیلاکوئید داشته باشه. اوکی، اوکی. میگه آنزیم روبیسکو باعث تشکیل نوعی اسید آلی میشود. آقا من میام میگم توی یاخته های میانبرگ گیاه سیفورم هم من میتونم باز هم زنجیره انتقال الکترون تیلاکویدو ببینم، اما من میدونم تو گیاه سیفور جایی که آنزیم روبیسکو کار میکنه جایی نیست جز غلاف. پس درسته من تو میان برگش هم بازم اینو دارم، ولی روبیسکو فعالیت نمیکنه. حالا دو، میگه هر جاندار تک یاخته فتوسنتز کننده، هم سیانوباکتریو در نظر بگیر، هم اوگیلنا رو در نظر بگیر که آغازی یوکاریوته، دارای سامانه حاوی رنگیزای جذب‌کننده در قشر اطراف یاخته هستن. خیر، واسه سیانوباکتری غلطه. سیانوباکتری که اندامنگ نداره، فقط رنگیزه داره، پس سامانه نداره. حالا سه، در هر جاندار پریاخته فتوسنتز کننده، جلبک و بیار زنه، گیارم بیار زنه، نور خورشید منبع انرژی و مولکول آب منبع الکترون لازم برای ساخت انادپهاشه. جواب همینه. آقا وقتی پریاخته فتوسنتز کننده است، فوتو که نور قطعا، و مولکول آب منبع الکترون برای ساخت انادپهاشه. آقا مگر در هر جاندار فتوسنتز کننده گزینه 3 رو ممکنه؟ آقا جون اگر دقت داشته باشی، ما فقط واسه همین دوتا باید یادمون بیاد دیگه. درسته پرسلولیو گفته، یه سری ممکنه باکتریا رو یادشون بیاد. آقا باکتری که پریاخته ای نیست که بخوای واسه مثلا سیانوباکتری یا مثلا واسه خدمتتون عرض کنم فتوسنتز کننده غیر اکسیژن زا در نظر بگیری، اونها تک سلولی ان. پرسلولی وقتی میگه واسه جفتش درسته. 4، هر جانداری که با تغذیه از مواد آلی ترکیبات مورد نیاز خود را میسازد، خب همه جانداران این کارو میکنن، فاقد ژن‌های مربوط به ساخت آنزیم روبیسکو هستند. خب گیاه، آقا گیاه که همین کارو میکنه دیگه، پروتئین میخوره چربی میسازه، کربوهیدرات میخوره پروتئین میسازه، آنزیم روبیسکو هم میتونه درست کنه، ژنشو میتونه داشته باشه. پس پاسخ میشه گزینه شماره 3. سوال خوبی بود. اما 142 یه سوال هورمونه که هفته پیشم مثلشو حل کردم. اوکی، میخوام الان یه دونه دیگه ازش حل کنم. میگه کدوم گزینه عبارت زیر رو به درستی کامل میکنه؟ بریم ببینیم. میگه آقا جون 142 ببین چی میگه. میگه در یک خانم بالغ که به جا خالی و کنترل نمیتوان انتظار داشت و به ترتیب افزایش و کاهش پیدا کنه. این سوال از کنکور 1499 با هم که افزایش کاهش میخواسته. خب کم ترشحی بخش قشری، بخش قشری من میدونم استروژن، پروژسترون، تستوسترون، آلدوسترون، کورتیزول، اگر کم ترشح بشه میگه احتمال تجمع بیش از حد آب در بافتا افزایش مییابد. آقا زمانی که ما آلدوسترون نداریم بازجذب آب برعکس کم میشه. وقتی بازجذب آب کم بشه یعنی آب از دست میدیم. وقتی که آب از دست داریم میدی، پس احتمال تجمع بیش از حد آب
افزایش نیست. حالا کاج، احتمال اختلال در فعالیت دستگاه عصبی مرکزی میتونه کاهش پیدا کنه. آقا من میگم درسته، احتمال اختلال در فعالیت دستگاه عصبی مرکزی، یاد چی میفتم؟ وقتی کورتیزول کم باشه خب سیستم ایمنی بدنم ضعیف نیست. پس این گفته احتمال اختلال کاهش پیدا میکنه، بله اون کاهش پیدا میکنه چون آسیبی نمیخواد بزنه، ولی بخش اولش خلاصه. دو، پرکاری بخش پیشین غده هیپوفیز، یعنی اون شیشتا. یعنی چی؟ یعنی رشد. یعنی چی؟ یعنی پرولاکتین. بگی بیاد چهار تا هورمون دیگه که میشد آقا چی؟ محرک تیروئید، محرک فوق کلیه، FSH، LH. اوکی. اگر اینا زیاد بشه، میگه ادغام ریزکیسه حاوی هورمون آزاد کننده با غشای یاخته افزایش مییابد. آقا نگاه کن، زمانی که بخش پیشین پرکار بشود، ما هورمون مهار کنندمون باید زیاد بشه تا اونا رو کم کنه. پس این که گفته عملا این لفظ اینجاست، منظورش ترشح چیه؟ آزاد کننده. بس آزاد کننده باید کم بشه که. پس این گفته به ترتیب افزایش، غلط. بخش دوم، ترشح هورمونای جنسی کاهش، برعکس LHFSHت که بره بالا. از اون ور در این خانم گفته، در این خانم بالغ، از اون ور هورمونای جنسیش مگه نمیره آقا جون اون LHFSH روی جسم زرد تاثیر بذاره؟ مگه جسم زرد استروژن پروژسترون ترشح نمیکنه؟ خب میتونه افزایش هم حتی پیدا بکنه. پس این کاهش غلط. سه، میگه دیابت نوع دو مصرف مولکولای ATP در برخی یاختهای نفرون افزایش میابه. بله. چرا؟ چون آقا جون زمانی که دیابت نوع دو میگیری، بدنت چون که میاد پروتئین تجزیه میکنه دیگه، فشار آزمایشش میره بالا. مصرف مولکول ATP در برخی یاختهای مختصن، صادق سلام، مصرف مولکول ATP در برخی یاختهای نفرون افزایش میابه. چرا؟ چون مجبور بازجذب و همچنین ترشح مواد دفعی، مخصوصا ترشح، و میدونم اغلب اوقات ترشح به وسیله مصرف انرژیست، پس اوکی، چون دارا میتونه قرار مصرف کنه دیگه، این اوکی میره بالا. و میزان دفع ایون منفی حاصل از تجزیه کربونیک اسید، یه دونه هاش مثبته، یه دونه هاش CO3 منفیه. آقا منظورش بیکربنات هست دیگه. آقا وقتی که بیکربن، یه یاری به من گفت آقا نمیخواد بگی بیکربنات منفی، مگه شیمیه؟ آقا بیاد. آقا وقتی که بیکربنات میگه چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه. من یه کسی که دیابت نوع 2 داره چه بدبختی داره. من میگم آقا خونش اسیدی میشه. چرا؟ چون تجزیه پروتئین داره، تجزیه آسید چرب داره. پی اچ خونش میاد پایین. وقتی پی اچ خون بیاد پایین، پس بعد قلیات تو خون بماند. پس وقتی که میگه قلیات تو خون بماند، پس نباید دفع بشه. پس بعد دفعش کم بشه. پس همین جواب ماست. 4، پرکاری تیروئید، TST4 بالا. دیگه چی بالا؟ برو ببین. کسیتون تولید اکسایشی مولکول ATP در گلبوله قرمز. آقا جون دقت داشته باش، جون جدت، جون هر کسی که دوست داری، حواست باشه. درسته که TST4 بره بالا، ATP بیشتر بر درست بشه، ولی مطمئن باش اون طراح وقتی این گلبوله قرمز رو بالغ گذاشته، میخواسته تو بدونی که میتوکندری نداره و فقط توی قندکافتش عملا داره برای ما ATP درست میکنه. توی قندکافت هم که تولید اکسایشی نبود، در سطح پیش ماده بود. تولید اکسایشی میشه زنجیره انتقال الکترون، میتوکندری نداره که یارو. پس به خاطر همین غلط. پس بخش دومش مصرف مولکول اکسیژن میگه کاهش بده، برعکس مصرف اکسیژن میره بالا. که سوال خوبی بود ها، سوال خوبی بود. بریم بعدی، 143. به به، عین همین آقا لالان، عین همین حل نکردم هفته پیش، عین همین من هفته پیش حل نکردم، خدایی حل کردم دیگه. دقیقا هم جاهاش اگه دقت کنی همین جواب بوده، دقیقا همین نقاط رو گذاشتم، اون نقاطی که تازه سوال نکردم من گذاشته بودم. سر جلسه ببین چی میگه. میاد میگه با توجه به اسپیروگرام کدوم گزینه درست هست؟ همزمان با رسم بخش آ مایچه فلان فلان است. آقا رسم آ، آ میدونم چیه؟ دم عمیقه. ب چیه؟ بازدم عادیه. دی چیه؟ دم عادیه. سی چیه؟ بازدم عمیقه. خب تابلوه دیگه، اصلا خنگ‌ترین آدم رو زمینم باشه نمیتونه حلش کنه. میگه همزمان با رسم بخش آ، یعنی دم عمیق، دیافراگم برخلاف گردن در حال استراحت، دم دیگه جفتشون در حال انقباض چون عمیق. میگه سی، شکمی همانند بین دنده داخلی در حال انقباض، بازدم عمیق. گزینه دو جواب. ساده ترین سوال آزمون همین سوال بودا. میگه دی چیه؟ بازدم دم عادی، گردنی همانند بین دنده خارجی انقباض. آقا تو دم عادی که گردن خدافظ. بی، بازدم عادی، بین دنده داخلی در حال استراحت، دیافراگم هم تو بازدم در حال استراحت. پس این برخلاف این وسطش غلطش میکنه. پاپاسون میشه گزینه دو. سوال بعدی، این دیگه اصلا حل کرد. 144 باز خیلی ها به من پیام دادن آقا چیکارش کنیم دقیقاً که اینو بتونیم حلش کنیم. خودم خیلی شیک و مجلسی،
وقتی آقا ژنوتیپ اندوسپرم داده اصلا کاری نداره، کاری واقعا نداره. ببین تابلو، بسم الله. آقا من یه دونه کد بهت بدم، حواست به این کد باش. ببین چقدر خوشگل. سوال بعدیشو نتونستم حل کنم. بعدیشو من از الهام گوش کن، الهام چقدر لاکچری حلش میکنه. آقا قبول داری اندوسپرم دو تا هسته یکسان یاخته دو هسته محتواژنی یکسان با یه دونه اسپرم است؟ میگم آره. قبول داری رویان میشه یک دونه از همین هسته ها به علاوه همین اسپرمی که اینجاست؟ میگم بله. خب باره دیگه، اگر دانه فلان، خب نگاه کن، آ داده، بی داده، دی داده، اوکی، اینو داده و این داده، حالا یکی که میخوام علش کن. آقا وقتی که اینجا آ دارم، یعنی هم تو این آ بوده، تو این آ بوده، تو این، پس اینم آ. پس چی؟ گفته کدام ژنوتیپ برای رویان و کدام ژنوتیپ برای گامت ماده مورد انتظاره. ببین به ترتیب راست به چپ حواست باشه، وقتی میگه برای گامت ماده کدوم، در این منظورش یکی از هستاشه. خب اون هسته ای که داری انتخاب میکنی، ببخش، اون رویانی که داری انتخاب میکنی با اون ژنوتیپی که برای گامت ماده داری انتخاب میکنی باید درست در بیادا. نمیشه این دوتا با هم نخونه بعد همچین بچه‌ای در اومده باشه. خب حالا بریم ببینیم برای گامت مادهش. آقا گامت ماده هم ببین چیا میتونه داشته باشه. یه آ بزرگ که قطعا داره گامت ماده هم. خب بعد از اینجا از این بیا دو تاش یکیه، یکیش فرق میکنه. پس این بی کوچیکه مال کیه؟ مال ما ننه است دیگه. از این دیا یکی از اسپرمه اومده، دو تا ننه اومده، پس یه دی کوچیکه ماله. از این آر دبلیو دبلیو یعنی آره رو بابای داده، دبلیو دبلیو مامانه اومده، یه دبلیو بزرگ. از این هاشام دو تا هاش کوچیک از ننه اومده، هاش بزرگ از اسپرمه اومده، پس یه هاش کوچیکم داره. ببین تو کدوم گزینه میفته. میگه گزینه یک آ بی بزرگ، خدافظ، آ بزرگ بی کوچیک، دی کوچیک دبلیو بزرگ هاش کوچیک، این اوکی. بعدی آ بزرگ بی کوچیک، دی کوچیک دبلیو بزرگ هاش کوچیک، این اوکی. آ بزرگ دی بزرگ، دی بزرگ اینجا غلط. حالا ببین واسه بخش اول معلومه که حالا باید تو بخش اولش دقت داشته باشیم کدوم یکی میشه واسه، حالا واسه رویانه. خب حالا ببینیم از اسپرما چی اومده بود. از اسپرما قطعا یه دونه آ بزرگ اومده. خب من اگه بخوام با توجه به این بنویسم رویانشو میخوام بنویسم. الان از ننه چی اومده؟ آ بزرگ. خب از بابای چی اومده؟ دوباره آ بزرگ، اوکی. از اون ور از ننه چی اومده؟ بی کوچیک، اوکی. از بابای چی اومده؟ بی بزرگه. برو ببین از اون از ننه چی اومده؟ دی کوچیک. از بابای چی اومده؟ دی بزرگ، دی بزرگ، دی کوچیک. ان ننه چی اومده؟ آ دبلیو. ان ننه بابای چی اومده؟ آر، آر دبلیو. از ننه از بابای هاش بزرگ، ان ننه هاش کوچیک، هاش بزرگ، هاش کوچیک. کدوم گزینه میشه؟ آ بزرگ، آ بزرگ، آ بزرگ، آ بزرگ، به بزرگ، به کوچیک، به بزرگ، به کوچیک. اینجا هم اوکی، اینجا هم اوکی. برو بعدی دی بزرگ، دی کوچیک، دی بزرگ، دی کوچیک، تا اینجا هم اوکی. آر دبلیو، آر دبلیو، هاش بزرگ، هاش کوچیک، هاش بزرگ، هاش کوچیک. پاسو گزینه دو. گزینه سه چرا غلطه؟ اینجا بی کوچیک، بی کوچیک گذاشت. حال کردی؟ حال کردی؟ خدای حال کردی؟ به همین لاکچری حل میشد. مخلص. همه قد راحت حل میشد. رو کار خاصی نداشت. ببین زمانی بس سوال لاتی حل کنی دیگه. دیگه الان وقت اون یک تا حل کن بره دیگه بابا. بخت نگیری. اونقدر کار داره مثلا انجام دادا. 145 ژنتیکی ها یارو 3 ساعت درس میده از آقا سوالش خوش نمیتونه حل کنه. اصلا کاری نداره آقا، فقط تشخیص بده همین. یکی از بابا دو تا ننه، یکی از بابا دو تا ننه، همین ننه بابا. یکی بابا گفت بابا چرا؟ میگه ننه بابا ما ناراحت میشه. آقا خوبه، پدر مادر خوبه، اوکی، تو پدر مادر حله. 145 ببین چی میگه. میگه یاختای از دستگاه امینی. خب یه کدی داده ما بفهمیم درباره کی داره صحبت میکنه. میاد میگه یاختای دستگاه امینی میگه توانایی ترشح پروتئین‌های دفاعی ایگرگ شکل به مایع بین یاختهای دارن. منظورش چیه؟ پاتن. منظورش چیه؟ پاتن. خب اینجا رو بکش. پاتن. پاتن کی ترشح میکنه؟ پلاسموسید یا پاتن ساس. آقا یکی من مطمئنم درباره تقسیمش گیر داده، یکی هم که در ساعتش گیرنده آنتیجنی داره یا نداره گیر داد. ندید معلومه دیگه. به منظور تشکیل دورای همانند سازی هم گزینه یکش رو نگاه کن، ایسکا، اسکل. خب معلومه دیگه یارو اصلا تقسیم نمیشه دیگه. هوتو تو خدافظ یا علی.
پس از فعالسازی گروهی از پروتئین‌های برون یاخته‌ای، فعالیت درشخوارهای خونی، آقا این منظورش این بوده که تو بفهمی مکمل فعال میکنه، اوکی؟ بعد میگه فعالیت درشخوارهای خونی، نه دیگه درشخوار خونی چیه؟ ماکروفاژ تو خون نداره. سه، به کمک بسوارهای متشکل از زیرواحدهای اسیدی در غشا به تشخیص اختصاصی عوامل بیماریزای دیگر میپردازه. آقا به زیرواحدهای اسیدی منظورش چیه؟ آمینو اسید. میگه پروتئین هایی که تو غشا داره میاد چیکار میکنه؟ آنتیژن رو میشناسه. یا تمام اول سال ندید گفتم یارو گیرنده آنتیژن نداره، بعد گیرنده داره. خب یارو گیرنده آنتیژن نداره دیگه. 4، میگه ژن های مربوط به ساخت همه پاتن ها در هسته یاخته وجود داره. بله، همه رو داره. و توالی نوکلئوتیدی انژنا به طور معمول در این یاخته ها کاملا یکسان میباشد. بله، اگه خطای میوزی خطای میتوزی ژنی رخ نده باشه یکسان. حالا یه سریاشون یکیشون رو رو نویس ترجمه میکنه، یه سری دیگه یکی دیگه شون رو نویس ترجمه میکنه. پاسخ چه؟ سوال بعدی سوال آناتومیه. هر سال دو سه تا میاد تو کنکور. ببینیم چی میگه. سوال 146 میگه در بدن انسان هر رگی، وقتی هر رگ گذاشت یعنی میخواد یه کخی بریزه، یه کخی میخواد بریزه. 146 رو نگاه کن، میگه از زیر قوس آورت و پشت بزرگ سیارگ زبرین. خب بزرگ سیارگ نگاه کن، این میگه اگه قوس آورتته، اوکی، اگه قوس آورتته از زیر این رد شود و از این، اگه بزرگ سیارگ زبرین باشه منظورش اون کدوم است؟ اون سرخرگ ششیه که، این سرخرگ ششیه که میره سمت شش سمت راست. خب میگه ترکیب آهندار یاختای خونان اکسیژن کمی دارد. آقا هر رایی که از زیر قوس آورتون پشت اکبر آقا میگذره، اوکی، منظورش سرخرگ ششیه دیگه. سرخرگ ششیه هم که خونش تیره است داره میشه روشن شه. ترکیب آهندارش که میشه چی؟ گروه همش دیگه. خب بله اکسیژن کمی داره چون خونش تیره است. پاسخ خیر. اما دو ستای دیگر رو چطور رد کنیم؟ من گیرم گزینه یکو یاد نمیاد، ستای دیگر رد میکنم. اوکی، رشته‌های کشسان زیادی در دیواره خود دارد، هم سرخرگ هم سیارگ. تغییر حجم به دنبال هر انقباض بد سبب ایجاد نمز میشه. این فقط مال سخرگه. سیارگم، سیارگ که غلط. سه، دارای خون تیره است، میزان مواد دفعی نیتروژن داره موجود در آن همانند میزان کربن دی اکسیدان زیاد است. یاد باشه سیارگ کلیه ردش میکنه. سیارگ کلیه با اینکه خونش تیره است اما اومده تو کلیه خون آوران که روشن بود، تیرگیش به خاطر اکسیژنی که کم شده کلیه مصرف کرده. اما یاد باشه سیارگ کلیه مواد دفعیش کمتر از سخرگ کلیه است چون اومده تو کلیه واپایش شد. پس رفت. آقا فقط بعد یادت بیاد کجاست. یعنی نمیشه که آقا یکی من گفت آقا فلان فصل رو حذف کنم. خب آقا اگه فصل 5 رو حذف می‌کردی کلیه رو گزینه 3 رو جواب میدادی، میگفت آقا همونه دیگه، خون تیره است. 4، در ساختار خود دارای دریچه‌ای یک طرف کننده است. آقا هم سرخرگ، سرخرگ آورت و ششی دریچه داره دیگه. چی؟ سیارگ اغلب لانه کبوتری پایین تر قلب و چی؟ رگای لنفی متصل به گره. هر رگ لنفی متصل به گره هم دریچه داره. میگه فضای داخلی وسیع و دیواره با مقاومت کم داره. آقا این فقط واسه سیارگه درسته، واسه رگ لنفی و سرخرگ غلطه. پس این هر رگی که گذاشته غلطه. فقط نکن اطلاعات کلاس، اطلاعات کتاب، اطلاعات جزوه، اطلاعاتی که من بهت دادم با تلاشی که تو کردی هیچ سوالی و این وسط سختاش هم که دارم حل میکنم چیزی نداره. برو بریم بعد. سوال بعدی 100% کنکور 1401. با اجازهتون من بزنم اینجا 1401 شون 100%. ببین چی میگه. 147، خیلی دنبال جوابشن ها، خوب گوش کن ببین چی میگه. میاد میگه آقا چند مورد در مورد اولین مرحله تنفسی یاخته در یاخته تکثیری صحیحه. چرا تکثیرشو گذاشته گلبول قرمز رو نگیری؟ بعد اولین مرحله تنفسی یاخته منظورش گلیکولیزه دیگه. ببین چی میگه. برخلاف مرحله دوم که میشه چی؟ اکسایش پیروات، به هنگام اکسایش نوع قند سکربونه. آقا نوع قند سکربونه منظورش همون قند سکربونه تک فسفات است که میاد یه دونه فسفات آزاد میگیره، یه دونه NADP مثبت و کاهش میده به ناداش و خودش اکسایش پیدا میکنه. میگه مولکول NAD مثبت مصرف میشود برخلاف مرحله دوم. آقا از اونجا تو مرحله دوم که اکسایش پیرواته، اونجا دیگه چیه؟ اونجا قند نیست که اصلا، اونجا اسیده. اونجا چیه؟ پیروات اسیده. که اونجا اسیده وقتی میاد اکسایش پیدا میکنه، حالا ناده مثبت هم میکنه یه سودوم ده، ناده مثبت هم میکنه ناداش. پس برخلاف مرحله دوم اوکی. به هنگام مصرف هر ترکیب غیر نوکلئوتیدی دو فسفاته. خب آقا هر ترکیب غیر نوکلئوتید منظورش آقا ADP رو بذار کنار، دو فسفاته، یکی فروکتوز دو فسفاته هست، یکی هم اسید دو فسفاته هست. خب اوکی.
میگه نوعی ترکیب دارای سه اتم کربن در سیتوپلاسم تولید میشه. خب قند فروکتوز دو فسفاته میشه دو تا قند سه کربونه فسفاته، اوکی. از اون برم اسید دو فسفاته من میشه پیرووات که بازم اسید بدون فسفاته ولی اونم سه کربونه است، پس اینم سه کربونه است، اوکی. پس اگه میگه حتما قنده قصه گام آخر قنده شد ولی الان درست جیم. میگه به هنگام شکسته شدن پیوند اشتراکی بین اتم کربن، خب منظورش اونجایی که میاد آقا جان 6 میشه 2 تا 3، نوعی مولکول پذیرنده الکترون با دریافت الکترون کاهش مییابد. آقا دقت داشته باش، پیوند اشتراکی بین اتم کربن تو گام 2 که 6 به 2 تا 3 قنده، ما تو اون مرحله ناده مثبت مصرف نمی کنیم، پس جیم غلط داد. همانند مرحله دوم یعنی اکسایش پیروات دارای آنزیمایی است که تحت اثر برخی پیکای شیمیایی فعالیت آن افزایش میاد. بله، مثلا تیسه تیچار که میاد بالا تنفس سلولی میبره بالا، این آنزیما بیشتر فعالیت میکنه. پس پاسخ میشه گزینه شماره 3. باقلوا حل میشه. فقط یاد باشه تو قندگاف یکی به قند داره تو کلاس میگه، نمیدونم تو که سوال میگه قند اسید چند کربن از نوکلئوتید نوعی، دقت داشته باش دیگه. قال تو جلسه گیوتین ما هم کامل تدریس کردیم درباره صحبت کردیم. اما درباره عمر گیاهان، یه سال، دو سال، چند ساله، هر سال سوال میاد، امسال هم سوال میاد. فقط باید یاد باشه کدوم کدومه که حالا باز دوباره توی جلسه بعدی گیوتینمون دربارهش صحبت میکنم. درباره طول عمر گونه‌های متفاوت به درستی بیان شده. خب اینم چی میگه؟ میاد میگه آقا جون رشد و طول مثل گیاه گندم یه سال است، قطعاً به مدت یک سال به طول می‌انجامد. آقا رشد و طول مثل گیاه گندم من قطعا در طول یک سال، متن کتاب چی میگه؟ میگه گیاه های یک ساله یا توی یک سال یا کمتر، یا کمتر. چقدر گزینه یا کمتر متن کتابو؟ پس این گفته قطعا به مدت یک سال، غلط. در گیاهان چند ساله هم باید آقا زنبق علفی فرض کنم، هم مثلا درخت، الزاماً در پایان هر سال گل دانه و میوه تولید میشه. نوشته بعضی هاشون هر سال گل دانه میوه میدن، پس نه همشون، غلط. میگه رشد رویشی چغندر هم تو سال اول هم تو سال دوم، در همان سال اول زندگی با تولید ریشه ذخیره کننده تمام میشه. نه، گیاه دو سال در سال اون رویشی ادامه میدن، زایشی هم میکنن. 4. طی چندین سال رشد رویشی نوع گیاه علفی و چند ساله ممکن است رشد جوانه زیرنمی، منظور زنبق دیگه، تابلوه دیگه. زنبق آقا چی داشت؟ زمین ساقی ریزوم داشت واسه تولید مثل غیر جنسی روی شیش بود، از اون برم زای شیش که گل میده چند سال هم بود. پاسخ میشه 4. تنها یه زنبق علفی چند سال هم نام برده دیگه، تو کنکور 1400 هم اومد همین سال. 149. ببین چی میگه، سال قشنگ دوباره درباره چی آورده؟ درباره دوتا حرکت لوله گوارش اومده سوال کرده. میگه در لوله گوارش انسان دو نوع حرکت به طور معمول، حرکتی که به دنبال گشاد شدن لوله گوارش و تحریک یاخت‌های عصبی دیواره به شکل یک حلقه انقباضی. آقا یک حلقه انقباضی میشه کرمی؟ نوع دیگر حرکت؟ آقا للهن همین سوال هفته پیش حل نکردم برات، همین سوال حل کردم دیگه. قطعه میگه آقا جون یه چی گذاشته؟ همانند محتویات لوله گوارش رو فقط در یک جهت. آقا کرمی اگر استفراغ کنی میتونه بالعکس بشه، غلط. تازه قطقه کننده این ور اونور میتونه یکم بفرست. برخلاف به دنبال تحریک یاخته عصبی دیواره به صورت منظم انجام میشه. آقا اصلا حرکات ما جفتش منظمه، جفتش هم با تحریک یاخته عصبی دیواره است و مایچش منقبضش. 3. برخلاف فقط وقتی که حرکت محتوی لوله متوقف میشه نقش مخلوط کنندگی داره. نه، مخلوط کنندگیش هموار از کرمی، جلو برندش در صورتی که بند داره بس بشه میمونه. 4. همانند در روده باریک به دنبال انقباض لایه مایش طولی حلقوی سبب گواش مکانیکی کیموس میشه. کیموس که تو معده است میفته تو روده، حرف هم تو روده است، قطع قطع مخصوص روده است، کرمی هم سر تا سر از حلق تا مخرج. پاسخ 4. 150 شانسش کمه دیگه به صورت سوال تخصصی حالت کنکور بیاد، اما گزینه‌ای که گذاشته گزینه‌ای قشنگه، یعنی گزینه‌اش همینطوری یلخی نخواسته یه چیزی یاد بیاد، قشنگ خواسته روش فکر کنی. 150. ببین چی میگه. میاد میگه آقا در کدام گزینه عبارت زیرا به نحو متفاوتی از نظر درستی یا نادرستی. یعنی میگه آقا بیاد اینا رو همه رو خوب صحیح غلط کن، اوکی، و ببین که کدومی که حالا فرق میکنه، یا سه تا درست یه غلطه یا سه تا غلطه یکی درست. میگه در هر مرحله از آزمایش گریفیت که عامل ایجاد کننده بیماری سینه پهلو به پیکر موشا تزریق شد،
آقا عامل ایجاد کننده بیماری سینه پهلو یکی تو گام اول بود، یکی تو گام چهارم بود، یکی تو گام سوم، یک گام دو سه چهار. خب میگه غلظت اینترفرون نوع یک در خون آموش افزایش پیدا کرد. تو هر چهار تا مرحله مگه باکتری نمیزنه؟ مگه سیستم ایمنیش، مگه ویروس؟ میگه غلظت اینترفرون نوع یک در خون آب موش افزایش پیدا کرد. مگر عامل ایجاد کننده سینه پهلو خدمتتون عرض کنم که باکتری نیست. میگم چرا؟ اینترفرون نوع یک از چه سلولایی ترشح میشه؟ سلول آلوده به ویروس. آلوده ویروس چه رابطه باکتری داره؟ پس این غلط. یک غلط. دو، میگه باکتری پوشینه دار زنده در رگ‌های خونی اطراف ششیاف شده، هم گام یک هم گام چهار، خروج درشخوارها از خون به فضای بینیاختهی شدت پیدا کرد. آقا درشخوار اصلا تو خون نیست که بخواد بره بیرون، مونوسیتی که میره بیرون میشه درشخوار. غلط. پس بعد بگن دنبال درسته دیگه. تابلوش مخلوطی از باکتری زنده و مرده گام سه، آنزیم های لیزوزومی دستگاه ایمنی منظور دفاع مورد استفاده قرار گرفتن. مگه باکتری نیست؟ مگه بیگانه خاری نمی کنه؟ مگه وقتی بیگانه خاری کرد آنزیم های لیزوزومی نمیاد به اون واکوئلی که اینو درون بری کرده بپیونده اونو تجزیهش کنه؟ چرا؟ پس سه درست. چهار، پروتئین های ایگرکشه که دستگاه ایمنی مقابله با جانداران تگ یاخته پرداختن، فرآیند اکسیدژ پیروات در یاخته های موش متوقف شد. آقا نوشته زمانی که پاتن وارد عمل شد تو هر چهار تا گام، چون که باکتری میاد پاتن میشناسش. مگه تو همه مراحل، مگه تو هر چهار تا مرحله موشه میمیره؟ نه، تو گام یک و سه نمیمیره. وقتی نمیره پس حتما که نوشته فرآیند اکسیدژ متوقف میشه غلط. این میخواسته آقا تو به همون گام های فکر کنی اشتباهن. نکن برو جلسه اول دوازدهم نگاه کن، داد زدم شک کشیدم که تو هر چهار تا مرحل دستگاه ایمنی داره فعال میشه. پس اون میشه خوب بود سوالش. ای جان 150 دوره ژنتیک دوباره تولید مثل گیاهی، همون مباحثی که خیلیا نمیتونن تدریسش کنن و خیلیا نمیتونن جوابش بدن، ولی ما خیلی راحت انقدر شیک و لاکچری به تدریس کردم اینجا هم خیلی راحت سوالش حل میکنه. بریم ببینیم 151 چی میگه. میگه کدام عبارت در ارتباط با یاخته کوچکتر دانه گرده رسته. آقا یه دانه گرده رسته یه دیوار داخل داره، یه دیوار خارج داره که حتما منفذ داره، شکل میتونه داشته باشه میتونه باشه. یه یاخته کوچکتر داره میشه زایشی، یه یاخته بزرگتر داره میشه رویشی، که کنکور 1400 سال 203 رویشیه. خب کوچکتر میگه زایشی، میگه درباره زایشی کدوم یکی درست؟ خب یک، میگه قبل از ورود لوله گرده در لوله تقسیم میتوز انجام میدهد. آقا 150 دقیقا شکل کتابه. نکن لوله گرد، این اگه تخمکی لوله گرده رو وقتی هنوز نرسونده بهش، اینجا این شکلی کشید دوتا یه میتوز انجام شده دوتا اسمه. پس این درست. اما بقیه، میگه در پی ایجاد لوله گرده تقسیم میتوز انجام میده و دو زامه را به لوله گرده وارد میکنه. نه وارد میکنه، نه، زامه تو خود لوله گرده دارن ایجاد میشن، توی خود لوله گرده میتوز انجام میشه. پس غلط. سه، با ایجاد یاخته هایی در به وجود آمدن تخم اصلی برخلاف تخم زمیمه دخالت دارند. آقا چه تو تخم اصلی چه تو تخم زمیمه حاصل لقاء اسپرم با یاخته دو هسته ای و یاخته چی؟ تخمزا دیگه. پس تو هر دوتاش نقش داره، پس این برخلاف داره. چهار، دارای دیواره یاخته است که به طور کامل اطراف سیتوپلاسم یاخته را احاطه کرده. آها آقا دقت داشته باش، دیواره یاخته من گیاهی، یاخته گیاهی، پس دیواره داره. ولی یادت باشه، چقدر سوال قشنگه، یادت باشه لان داریم در یاخته گیاهی. لان که داشته باشیم سوراخه، وقتی سوراخ باشه کلا نپوشونه. پس برای این غلط. پس میشه گزینه شماره یک. بریم 152 و بعدشون سوال ژنتیک خوشگله رو میخوام با هم حل کنیم. بریم 152 بعدش بریم سوال ژنتیک خوشگله رو حل کنیم. خب 152 ببین چی میگه. میگه در ارتباط با ترکیبات عالی نیتروژن دار موجود در شیره پرورده نادرست. ترکیبات عالی نیتروژن دار من آقا میتونی چی رو بگیری؟ یکی میتونی آقا بیای نوکلئوتید رو بگیری، دی ان ای رو بگیری، آر ان ای رو بگیری، پروتئین رو بگیری. دیگه چی؟ معدنی های نیتروژن دارم، ولی چون گفته عالی دیگه به اونش کارم. خب ببین چی میگه. میگه ممکن است فعالیت نوعی باکتری غیر فتوسنتز کننده در تولید آنها نقش داشته باشد. آقا نوعی باکتری غیر فتوسنتز کننده در تولید آنها نقش داشته باشد؟ بله. وقتی که باکتری غیر فتوسنتز کننده ای داشته باشم که کارش تثبیت نیتروژن باشد، این تثبیت نیتروژنی که نیتروژن برسونه به گیاه، گیاه با استفاده از اون نیتروژن این پروتئین ها رو ساخته، پس نقش داره.
میگه با صرف انرژی و طی بارگیری آبکشی از منبع وارد یاخت آبکشی این شکل کتاب مدل منش به کمک یاختهای هسته‌دار و فاقد هسته به سمت محل مصرف میرود. یاختهای هسته‌دار چون که نهاندانه از منظورش همراه فاقد هسته مابند آبکشی میره محل مصرف. درست چهار قلم. به کمک یاختهای همراه فقط در یک جهت. آقا آوند آبکشی در همه جهات، جان ننت، جان بابات، جان هر کی که دوست داری در راه آزمون، این گزینه رو برام نذار چون دانش آموزای من سه سوت ردش. آوند آبکشی همه جا. خدافظ. چقدر سالش قشنگ. 164 چی شدی؟ چرا 152 پای 164 آجی؟ باز جابجاش کرده. سال 153 سالی بسیار 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 جالبه که معمولا بچه ها ازش ترسیدن. به نظر من پر ایده ترین و بهترین سوالی بود که طرح شد روز جمعه و خیلی ها گفتن که شاید نشود حلش کرد، ولی باز من میخوام با همون رده بشه PMF پدر مادر فرزند حلش. قبل از این که اصلا ببینم کی به کیه چی به چیه، من برای این سوال با عزتو این بالاش حل بکنم که یکم جا بیشتر دارم، بعد دربارش یکی یکی میخوام. خب یه پدر میذارم کجا بنویسم جا داشته باشم این پایین. خب یه دونه پدر میذارم، یه دونه مادر میذارم، یه دونه فرزند میذارم. بعد سوالش که نگاه میکنم الان که اون پایین ده بذاریم، پایین ده باز میگه نمیدونم ننه بزرگ و بابا بزرگ و پدر بزرگ و عمو و عمه و خاله و دایی همه یکی که میخوام حل کنم. یه خانواده که حاصل ازدواج مردی با گروخونی آبیه، یعنی پدر گروخونیش آبیه، خب من اطلاعاتو بذارم پدر آبی و مادر گروخونی او، مادر او اوکی، داره 4 تا فرزندی که این 4 تاست. بعد میاد میگه چند تا از این موارد درست حتما، میگه بیماری دیستروفی عضلانی بگ BMD وابسته به X نهفته است و در مادر خانواده علل‌های بارز روی یک کروموزومه. یعنی آقا جون وقتی اینو من علل سالمشو با بی بزرگ نشون میدم، علل مریضشو با بی کوچیک نشون میدم. اوکی. و میاد میگه روی یک دونه کروموزوم قرار گرفته. یعنی به طور مثال اگه مادر من یک کروموزومش هاش بزرگ داره، بی بزرگم رو همونه. اگه مادر من بیه کوچیک داره، هاش بزرگه میتونه کنارش باشه، میتونه کنارش نباشه. بعد ببینیم. ولی گفته علل‌های بارز حتما روی یک کروموزوم. بریم بخونیمش. خب اوکی. اولی از روی بچه‌ها میخوام یکی یکی اینا رو در بیارم. پسر فاقد توانه ساخت عامل انقادی. همه میدونن که آقا پسر ژن ایکسش رو از مادر میگیره. پس یعنی این پسره یه ایکس ایگرگ میذارم، عامل انقادی نداره، هاش کوچیک، بی ام دی هم داره، یعنی بی کوچیک. پس یعنی قطعا یکی از علل‌های مادر من ایکس بی کوچیک هاش کوچیکه. اوکی. بعدی دختره ایکس ایکسه فاقد توانایی تولید لخته خونی در خونریزی‌های شدید در ارتباط با عامل انقادیش، ممکنه بیماریش چیز دیگه باشه ولی حالا یعنی ایکس هاش کوچیکه و بی ام دی هم داره، پس یعنی اینم بی کوچیکه. اوکی. یعنی اون علل دیگرش هم بیه کوچیک هاش کوچیکی که چون چی بوده، مریض بوده و اینام نهفته است، همچین بیماری در اومده. اوکی. این دوتا رو نگه دار. پس یعنی الان پدر منم هم همینه، یعنی پدر منم هم یه دونه علل ایکس بیه کوچیک هاش کوچیک با یه گیره. خب بابای و سلام برای مامان گیر داره. بعدش جالب میشه، میگه دختره فقط مبتلا به هموفیلیه و دارای همه انواع کربوهیدراته. آقا صورت مسئله رو که نگاه میکنم بچم یا آو در بیاد یا به او، چطوری ممکنه از این بابا ننه این همچین چیزی در بیاد؟ دو تا نکته داره. یک، یعنی یا توش خطای میوزی رخ داده موقع گامت زایی واسه پدره که یعنی همزمان آبه رو رسونده به دختره، جدا نشده با هم ماندن کروموزوم رخ داده است، یا نه میتونه جهش باشه. چه جهشی؟ مثلا جهش مضاعف شدگی. جهش مضاعف شدگی اومده این علل چی بوده؟ روی کروموزومش علل 9 آره داشته، روی کروموزوم بر داشته. ممکنه تو مضاعف اینا همتان دیگه، آیه جدا شده اومده رو به نشسته، حالا این اومده رسیده توی اون زامه من به دختر. پس یعنی الان همیچین بیماری یا خطای میوزی با هم ماندن رخ داده است که همچه اتفاق رخ داده، یا اومده جهش رخ داده. حالا چه جهش میوزی؟ مثلا مضافش. مثلا سه، و میگه فقط مبتلا به شایع‌ترین نوع هموفیلی باشه. یعنی چی؟ یعنی دختر من دوتا ایکسی که داره
حتما هاش کوچیک هاش کوچیک باشه. اوکی، حالا یا وقتی که اونی که بیماری سالمه یعنی قطعا یه بیه بزرگ داشته، درسته؟ حالا اون بیه دیگر رو نمیدونیم بیه کوچیکی یا بیه بزرگ، مهم نیست. مهم اینه که اگر دقت داشته باشه اینجا یکی از کروموزومای مادرم که ایکس بیه کوچیک هاش کوچیک است. اوکی، از اون ور اون کروموزوم دیگه مادرم قطعا ایکس بیه بزرگو داره. حالا درباره هاش کوچیک یا هاش بزرگ بودنش میتونیم با هم صحبت کنیم که میریم واسه چهارمی. میگه سالم از نظر شایع‌ترین نوع هموفیلی و بی ام دی، یعنی آقا جون یه بچه‌ای داشته باش اوکی که هم از نظر هموفیلی هم از لحاظ بی ام دی اوکی سالم باشه. پس یعنی همزمان علل هاش بزرگم باید مادره داشته باشد که بچهش ایکس هاش بزرگ بی بزرگ ایگرگ بشه، پسر سالم در بیاد. پس یعنی اینم هاش بزرگ بوده و دارای گروه خونی متفاوت با سایر اعضای. خب یکی آبه یکی اوه، خب بچهش مثلا اگه آو در بیاد گروه خونی، پس با این بخش دومش کار نداره. پس یعنی ننه بابایی همچین سیستمی دارن تا اینجا. اوکی، قطعا این سوال اگه سر جلسه کنکور بیاد بیشتر از یک دقیقه طول میکشه، ولی که من دارم حرفه‌ای حلش میکنم. گزینه‌ها رو بخونم. گزینه اول، اگر مادر بزرگ مادری فرزندان، خب میگه ننه این یارو به شایع ترین نوع هموفیلی و بی ام دی مبتلا باشد، یعنی این ننه چیه؟ یعنی قطعا مامانه ایکس هاش کوچیک بی کوچیک و ایکس هاش کوچیک بی کوچیک بوده که همچین بیماری گرفته. اوکی، بعد اومده یکی از اینا رو داده به کی؟ یکی از اینا رو داده به دختره. اینه کی؟ دختره از کجا آورده؟ از باباش آورده. میگه پدر بزرگ مادری فرزند، یعنی بابای زنه، از نظر هر دو بیماری سالمه. قطعا. چرا؟ چون نه باباش آورده بوده دیگه. باباش همین ایگرگ بندازه تنگیش، عملا میشه بابای همین زنه که بابا بزرگ اینا باشه. پس درست. الف و ک. ب، اگر عموی فرزندان فقط به بی ام دی مبتلا باشد. نگاه کن، میگه اگر داداش این اکبر آقا خب فقط بی ام دی داشته باشه. خب من میدونم عمو هم چی مرده دیگه. یعنی چی؟ یعنی یکم بیام پایین تو توضیح بدم برات. یعنی اینجا ببین، من میگم آقا الان اگه بخوام بابا ننه این مرده رو بنویسم، میرم رو کار مامانه، میگم آقا مامانه قطعا یه دونه ایکس بی کوچیک هاش کوچیک داده که پسر شده این که بعد حالا ازدواج کرده. حالا واسه اون یکی چه اتفاقی افتاده؟ میگه مادر بزرگ اگر عموی فرزندان فقط بی ام دی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی قطعا یارو یه هاش بزرگ داره اوکی که هموفیلی نداره. بعد اونی کیشو نمیدونم، هم میتونه آقا جون وقتی گفته اگر عموی فرزندان فقط این باشه مادر بزرگه، خب حالا اونی که الان مامان پدره رو در میارم دیگه، اونی که هم میتونه بی بزرگ بوده باشه یا بی کوچیک، من نمیدانم. میگه مادر بزرگ پدری فرزندان فقط بی ام دی داره. غلط. میدونی چرا؟ میدونی چرا؟ چون که آقا جون این که میگه فقط بی ام دی داره کارو خراب میکنه. دلیلش هم چیزی که من الان برای تو توضیح میدم. ببین از کجا میدونی، از کجا میدونی که این علل من بزرگ نبوده؟ اگه این بزرگ بوده باشه بعد یه کراس اوور رخ داده باشه، ممکنه که ایکس بی بزرگ هاش کوچیک در اومده باشه. ببخشید، یا ایکس چی بی کوچیک هاش بزرگ در اومده باشه توی کراس دیگه، چون زنم هست کروموزوم جنسیاش همتاست. وقتی همچین اتفاقی رخ داده باشم ممکن همچین کروموزومی داشته باشم. پس این گفته مادر بزرگ فرزندان فقط به بی ام دی مبتلا، نه اگه ایکس بزرگ بی ایکس بی بزرگ هاش بزرگ ایکس بی کوچیک هاش کوچیک باشه، اصلا مادر بزرگ مریضی نداره، ولی تو کراس اووری که داده بچهش مریضی گرفته. پس این غلطه. ها، میگه یکی از فرزندان قطعا حاصل آمیزش یک گامت سالم و یک گامت حاصل خطای میوزی. کسایی که این دختر شماره سومی رو نگاه کردن و فقط به خطای میوزی فکر کردن، ببخشید فقط به خطای میوزی فکر کردن، گولشو خوردن. اما اگه جهشو یادت میومد میفهمید ممکنه خطای میوزی رخ نده. پس جیمم غلط. داد، یکی از فرزندان دختر حاصل آمیزش یک گامت طبیعی و یک گامت نو ترکیبه. دقیقاً کیو داره میگه؟ یکی از فرزندان دختر، دقیقاً همین دختری که خدمتتون عرض کنم که توی سومی آورده. یه گامت نو ترکیب داشتم که این گامت نو ترکیب همون اسپرم است، عملا نو ترکیب رخ داده و اون گامت طبیعی از مادر اومده. اوکی، یه نگاه دیگه بندازیم پس داله درسته. پس پاسخ من میشه گزینه شماره دو. این حرفه‌ای ترین حل سواله بود به نظر خودم. این خیلی تمیز همه چیز رو فرض کردیم، آساسه توضیحش دادیم، نکاتی که از فصل 7 11 می‌خواستیم 4 12 می‌خواستیم هم توش آورد. بریم بعدی 154. میگه با در نظر گرفتم، بریم ببینیم چی میگه 154.
میگه با در نظر گرفتن مطالب زیست شناسی 1 و 2 کدام گزینه درست؟ در هر جانوری که جا خالیه به طور حد جا خالی میشود. 154 نگاه کن. لقای یاختای جنسی در پیکران انجام میشود. یکی ماهی اسبک رو یادت بیاره، یکی ما انسان رو یاد بیاره، یکی دوزیست رو مثلا دوزیست لباش خارجی یاد بشه، حشره مثلا. به طور حد تخمکان در دستگاه تولید مثلی داره اندام تخصصی یافته تولید می شود. آقا 154 برای کی رد میشه؟ معلومه دیگه، اسبک ماهی، چون که ماهیه تخمک در دستگاه تولید مثلی تخصصی یافته غلطش. توانایی وارد کردن ترکیبات دفعی را بخشی از دستگاه گوارش دارد، هم ماهی رو یادت بیار که قدرت داره، هم لوله مالپیگی. میگه به طور حد اوریک اسید از همولنف، آقا ماهی که اصلا همولنف نداره. میگه نوعی مایه کار خون لنف مایه بنیاخته میکنه، مثل حشره. میگه به طور حد پرتوی فناورند، میگه فقط مال کیه؟ فقط مال زنبور عسل، همه زنبورا که اینجوری هستن خدافظ. 4 میگه دارای گره عصبی در تناب عصبی خوده، آقا گره عصبی در تناب عصبی خود میخواد باشه، هم میتونی پلاناریا رو دقت داشته باشی، هم میتونی ملخر رو دقت داشته باشی. میگه کمک به حرکت و محافظه از اندام بدن از جمله وظایف اسکلت محسوب میشود. حالا چه اسکلتت خارجی باشه چه اسکلتت داخلی باشه، کار اسکلت همین، هر دو تاشون هم اسکلت دارن دیگه، بیمهر هر دو تاشون چی ان اسکلت بیمهرن دیگه عملا. خب 155 سوالی در لول به نظر من امتحان نهایی بوده، همطور آوردن که خستگی تو این وسط در بره. ببین چی میگه 155. میگه با قرار گرفتن توالی آیوجی در جایگاه پی رناتن کدومی قطعا رخ میده؟ آقا اینی که اینو گذاشته، یکی اسکل فقط مرحله آغاز یادش میاد، یکی یادش میاد آقا در مرحله ادامه که طویل شدن باشه هم ممکنه این آیوجی 100 تا آیوجی دیگه بیاد متیونین قرار بگیره. خب 155 میگه اولین رنای ناقل متصل به آمینو اسید در رناتن رخ میگه. این فقط مال آغازه. رنای ناقل حاوی تنها آمینو اسید متیونین در این جایگاه قرار میگیره. تو چه بخوای چه نخوای، آقا نگاه کن، چه بخوای چه نخوای، اونایی که آغازو میگیرن فقط میگن تنها آمینو، اما تو مرحله طویل شدن دیگه من میدونم رناتن اون تیارنه هایی که در جایگاه پی قرار میگیرن دیگه واسه من تک آمینو اسید نیستن، به رشته وصلن، پس واسه طویل غلط. میگه شکستن پیوند هیدروژنی بین نوکلئیدهای مستقر در جایگاه آ دیده نمیشود. بله، چون تو آغاز و طویل دیگه، شکستن پیوند هیدروژنی بین نوکلئیدهای مستقر فقط میدونم تو آغاز طویل در جایگاه ای انجام میشه، پس سه رخ نمیداد. جواب 4 در پی این اتفاق زیر واحد کوچک و بزرگ اینم فقط مال آغازه. من موندم کسی که یک انتخاب کرده چطوری 4 انتخاب نکرده؟ اصلا برام جای سوال داره. کسی که یک انتخاب کرده چطوری 4 انتخاب نکرده؟ 156 بریم بعدی، تا 160 بریم برای استراحت. 156 اومده کلا دستگاه گوارش رو با هم نگاه انداخته دیگه. ببین چی میگه. میاد میگه میتوان گفت در شیره جا خالی صفرا. میگه لوزالمعده همانند صفرا ترکیبات لیپیدی مشاهده میشود. آقا تو شیره لوزالمعده ما بیکربنات داریم، آنزیم لیپیدی نداریم. میگه در شیره معده مثل صفرا ترکیب HCl مشاهده میشه. آقا ما تو صفرا بیکربنات داشتیم، HCl نداشتیم. 3 میگه در معده برخلاف صفرا آنزیم داریم. بله تو معده آنزیم داریم، تو صفرا آنزیم نداریم. 3 جواب 4 تو لوزالمعده برخلاف صفرا موادی با ویژگی قلیایی جفتشون بیکربنات دارن، جفتشون، پس برخلاف غلط. 157 کیسه رویانی یک تخمک تازه بارور شده. 157 قشنگه. ببین چی میگه. اومده یه دونه سوال طرح کرده جدید بوده و از شکلم طرحش کرده که میخوام ببینم آقا دقیقاً چی میگه. میگه بیشترین سطح تماس کیسه رویانی یک تخمک تازه بارور شده با یاختای. کسایی که در کلاس خود من بودن، فقط نکته و تست نبودن، میدانن که من وقتی کیسه رویانی رو داشتم درس میدادم که یه دو هسته و یه سه تا این بالا و یه سه تا این پایینه، بیشترین سلوله هایی که در این شکل میدیدم و گفتم چیه؟ بافت خورش. بافت خورش دو ان است. که یه دونه که از هم بزرگتر بود یه میوز میکرد، سه تا کوچولو از بین میرفت، اون یه دونه که مونده بود سه مرحله میتوز میکرد، هفت بار میتوز، هشت بار میتوز، هفت سلول، هشت هسته. حالا میگه درباره این خورشه کدوم؟ میگه قطعاً 150 میگه قطعاً دسته از ژن‌های آن با ژن‌های یاخته از کیسه رویانی که دارای یک مجموعه کروموزوم است متفاوت است. آقا جون دقت داشته باش،
میگه قطعا دسته از ژن‌ها با ژن‌های یاخته یک کیسه رویانی که داره یک مجموعه کروموزوم متفاوته. وقتی که نوشته یک تخمک تازه بارور شده، این وقتی بارور شده میگه با ژن‌های یاخته از کیسه رویان داره یک مجموعه کروموزوم متفاوته، غلط. چرا غلطه؟ چون یک، یه سری از سلول‌ها که اصلا لقاح انجام نمیدن. دو، قطعا حاصل میوز هم محتوای ژنتیک خورشه بوده بعد شده کیسه رویانی، پس مشابهن. دو، میگه در ادامه زندگی خود کروموزوم های همتا را از طول در کنار یکدیگر در استوای یاخته قرار میدن. میگه این دوباره میوز میکنن. کروموزوم همتا در طول منظورش چیه؟ بیا برام چهارتایی یا تتراد. تتراد مال میوز، مگه همشو میوز میکنن. میگه ژنوم اندامک تولید کننده انرژی یعنی میتوکندری با یاخته های بافت ذخیره غذایی برای رشد رویان، منظورش اندوسپرمه، مشابه. بله آقا، الان ما این وسط اسپرمی که میاد که فقط ژن هسته میده، ژن میتوکندری اینا رو کی میاره؟ همون سلول خورشی که میوز کرده. پس ژن میتوکندریاشون یکسانه. پاسخ 3. 4. میتونه در بعضی از گیاهان از خاک خارج شه و از 3 و 2، این مال چیه؟ مال لپس که میشه برگ رویانی. حتی در بسیاری از گیاهان خارج میشه. 158، 159 و 160، 158، 159 گیاهیه. ببینیم چی میگه. خوب گوش کن. میاد میگه چند تا درست. در سامانه بافت زمینه یاختهایی که دیواره دارن به طور حد داره جا خالی. میگه یاختهایی که دیواره نخستین نازک دارن لایه‌های سلولوزی با تراکم استحکام بالایی دارن. آقا لایه دیواره نخستین نازک میشه پارانشیم. تو پارانشیم که با تراکم استحکام بالا مال پسینه، خدافظ. نخستین زخیم میشه چی؟ کلانشیم. منافذی برای عبور مواد دارن. منظورش چیه؟ لانه، 100% دارن. پلاسمودسم دارن. میگه پسینه چوبی شده دارن، اندامکای ذخیره کننده مواد اسیدی دارن. کسی که پسینه چوبی شده داره مرده است، اصلا واکوئل دیسه نداره، خدافظ. میگه پسینه چوبی دارن، لانهای منشعب در دیواره خود دارن. مگه همشون اسکولوئیدن؟ شاید فیب باشه، شاید فیب باشه. فیب که دیگه منشعب نیست، خدافظ. پاسون میشه گزینه یک فقط بدرس. سوال بسیار آسون، احتمالی کنکور 1600. سوال بعدی سوال 159. ببین چی میگه. اومده آنتن رو بررسی کرده، فتوسنتز فصل 6. ببین چی میگه. میگه کدوم درست؟ در آنتن فتوسیستم، آنتن هم آ داره، هم بی داره، هم کارتنوئید داره، هم پروتئین داره. سبزینه آ و جا خالی از نظر جا خالی در طیف طول موج‌های نور مری با یکدیگر شباهت دارن. خب میگه سبزینه آ و بی از نظر برابر بودن حد اکثر جذبان در مد نور و بنفش یکسان ندیگه. توی نور و بنفش یعنی چه؟ 400 تا 500. بی بیشتر از آه، پس یکسان نیست. بعدی میگه کارتنوئید ها داشتن حد اکثر جذب تو 600 تا 700، اصلا کارتنوئید تو 600 تا 700 خدافزی، یا 520 خدافزی. میگه کارتنوئید ها داشتن حداقل میزان جذب در محدوده نور نارنجی و اصلا کارتنوئید، بچا جون جد دیاد بگه، توی نارنجی قرمز که 600 تا 700 اصلا وجود نداره. 4. میگه سبزینه بی جذب بیشتر در محدوده 400 تا 500 نسبت به 600 تا 700. بله کلا جذب تو 400 تا 500 هم برای آ هم برای بی بیشتر از 600 تا 700. پاسخ 4. سوال ملس چیزی نم. 160. ببین چی میگه. کدوم نادرست؟ میگه در بخشی از دوره جنسی یک زن سالم و غیر باردار. نگاه کن رو غیر باردارش داره تاکید میکنه. چه؟ چیکار میکنه؟ 160 رو نگاه کن. میگه یک فولیکول در حال بلوغ میباشد، یعنی روز 1 تا مثلا 13، ممکن است میزان هورمون استروژن همانند LH در حال افزایش باشد. خب بله، روز 1 تا 13 استروژن LH در حال افزایش. 2. میگه استروژن همانند پروژسترون در رشد دیوار رحم اثر دارد، میشه از روز مثلا 7 تا روز 26. میگه امکان مشاهده رشد دیواره داخلی رحم وجود دارد. بله دیگه، از روز 7 تا 26 امکان پذیر. میگه غلظت LH در حال رسیدن به حد اکثر میزان خود است، میشه مثلا روز چی؟ 13 تا 14. تحت اثر هورمون غدای برون‌ریز دیواره رحم در حال ترشح مواد مختلف میباشن. تحت اثر هورمون غدای برون‌ریز دیواره رحم ازش هم ترشحات غدد دیواره رحمه. خب آقا روز 13 و 14 هم که دیواره رحم در حال رشد غددش ترشح میکنه دیگه، بیشترین ترشح مال 26 که چون حد اکثر دیواره رحم داره. چرا غلط؟ میگه نیاز به مصرف آهن و فولیک اسید افزایش مییابد، یعنی اونجایی که خونریزی رخ میده، یعنی روز 1 تا 7. با کاهش هورمون‌های تخمدانی ضخامت دیواره داخلی رحم الزاماً در حال کاهش است. آقا با
کاهش هورمون‌های تخمدانی منظورش چیه؟ استروژن پروژسترون. ضخامت دیوار داخلی انزاما در حال کاهشه. آقا دقت داشته باش. من میدونم از 1 تا 7 به بعدش که میخواد بسازه، آها توی 1 تا 7 خونریزی زیاده، بعدش میخواد بسازم نیاز به خون داره. آقا این که نوشته در حال کاهشه فقط واسه 1 تا 5 است. از 5 تا 7 تقریبا ثابته، ریزش نداره. از 7 بعدم که در حال رشده. پس اینکه نوشته الزاما در حال کاهشه غلطش میکنه. الزاما در حال کاهش غلطش. بریم استراحت ریز بکنیم، برگرد. بریم استراحت ریز بکنیم. 7:42 دقیقه است. ضبط اوکی میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. تقریبا نیم ساعتی وقت داریم، بریم واسه ادامه سوالات باقی مونده حلش کنیم، جمع جورش کنیم و ببینیم که دنیا دست کیست و ببینیم که هر سوال دوباره چی میخواد از ما و یکی که حلش. خب نگاه کن، سوال دوباره درباره گیاهی دونه داره. خزر رو عزف کردم الان دیگه. ببینیم چی میگه. کدوم غلط؟ میگه فقط بعضی. وقتی فقط بعضی گذاشته یعنی باید یه گزینه انتخاب کنی که درباره همه درست نباشه. میگه فقط بعضی از دیسا فاقد رنگیزن. خب فقط آقا آمیلوپلاست رنگیزه نداره. اوکی. میگه فقط بعضی روپوست ها از دو لایه یاخته تشکیل شده است. خب بله، اغلب روپوست ها تک لایه ای هستن، میتوانن چند لایه باشن. میگه فقط بعضی یاخته ها بیشتر حجمشان را هسته اشغال کرده. بله، بعضی از یاخته های گیاهی که واکول مرکز دارن، واکول مرکزی بزرگترین اندامکشونه. میگه فقط بعضی یاختهای روپوستی سبزنیدار در ایجاد مکش تعرقی در آوند نقش دارن. یاختهای روپوستی سبزنیدار میشه نگهبان روزنه دیگه. اوکی میگیم بله، نگهبان روزنه هامون همگیشون چون که باعث تعرق میشن در ایجاد مکش تعرقی نقش دارن. پس این که فقط بعضی گذاشته غلطه، چون گزینه 4 واسه همه نگهبانای روزنه گزینه درست. اما سوال 162 تو یوکاریوت ها اومده سوال کرده و از ما یه سری اطلاعات رو خواسته، ببینیم چی میگه. میگه در یوکاریوت ها در هر یاخته ای که در غیاب اکسیژن ATP در سطح پیش ماده تولید میشود، در سطح پیش ماده میگه NAD مثبت در پی دریافت الکترون ها توسط نوع گیرنده معدنی تولید میشود. آقا جون دقت داشته باش، اناده مثبت در پی دریافت الکترون توسط نوع گیرنده معدنی تولید می شود. اصلا ما گیرنده معدنی نداریم. چه آقا بیاید بگه در غیاب اکسیژن ATP در سطح پیش ماده تولید میکنه، میتونی یک یاخته معمولی رو در نظر بگیری که داره مثلا تخمیر میکنه. خب اما گیرنده معدنی اناده مثبت هم در حالت عادی که الکترونش اناده هاشو میده به پروتئین که عالیه، یا میده به پیروات که اسید عالیه، یا از اون ور میده چی، اتانال. فقط اتانال رو ما میتونیم مثلا معدنی در نظر بگیریم چون اکسیژن نداره. ولی بازم این که نوشته توسط نوع گیرنده معدنی هر یاخته غلط. میگه اناده مثبت به کمک گیرنده الکترونی عالی تولید میشود، مولکول پیروات توسط مولکول پر انرژی به طور مستقیم دچار کاهش میشود. آقا گزینه 2 چرا غلطه؟ میگه آقا جون مولکول پیروات توسط مولکول پر انرژی دچار کاهش میشود، یعنی تخمیر لاکتیکی. مگر اناده مثبت من در همه سلول های هسته دار من توی یاخته یوکاریوتی که زنجیره داشته باشه به کمک گیرنده الکترون عالی، یعنی اون پروتئین، مگه اکسایش پیدا کاهش پیدا اکسایش پیدا نکرد؟ میگیم چرا. پس بعدش اومده گفت تخمیر لاکتیکی دارن، غلطه. مگه همه سلول تخمیر لاکتیکی دارن؟ نه. میگه پیروات با مصرف انرژی وارد میتوکندری میشود، ضمن تبدیل ترکیب 3 کربن فسفاتدار به یکدیگر حامل الکترونی تشکیل میشود. آقا وقتی پیروات با صرف انرژی وارد میتوکندری میشه، ضمن تبدیل ترکیبات 3 کربنی فسفاتدار به یکدیگر حامل الکترونی تشکیل میشود. 100%. آقا میگه هر سلولی که میتوکندری داره زمانی که ترکیب 3 کربنی فسفاتدار تبدیل میشود حامل الکترونی تشکیل میشه، یعنی اناده هاش هم تولید میشه. بله، ما تو چرخه کرپس میدونیم که آقا جون ترکیبات 3 کربنی فسفاتدار میتونه چی؟ درست بشه، مصرف بشه. اوکی. و میگه حامل الکترونی هم تشکیل میشود. تی کی رو داره میگه؟ داره جایی که میاد آقا 3 کربنی قند سکر تو گلیکولیز قند 3 کربنی فسفاتر میکنه اسید 2 فسفات، اناده هاش هم درست میشه چون که بالاخره قند کاف داره. پاسخ 3. میگه اناده مثبت تولید میشه در غشای راکیزه انرژی لازم برای انتقال پروتون. آقا اناده مثبت بالاخره ما توی گلبول قرمز هم تولید میکنیم دیگه. اوکی، برای گلبول قرمز یه غشای راکیزه نداره چون توی یوکاریوت هر یاخته گذاشته غلطش. اما 163
اومده درباره تقسیمات هسته‌ای برای من سوال طرح کرده. سوال 160 هم سوال قشنگی. ببین چی میگه. میگه در نوبته نوعی تقسیم هسته که در مرحله از این تقسیم بلا فاصله بعد از میتوانیم فلان را مشاهده کنیم، که این سوال هم هفته پیش حل کردم. میگه مستقیما برای تشکیل کیسه رویانی گیاه رخ میده منظورش میتوز. میتوز کیسه رویانی. این خیلی شانس 1400 که بالایی داره. میگه در مرحله از این تقسیم که تشکیل پوشش هسته داریم، این تلوفاز، بلا فاصله بعد از مرحله ای که میتوانیم تشکیل دیواره یاخته جدید رو مشاهده کنیم. آقا تشکیل دیواره یاخته جدید همزمان با تلوفاز تموم میشه، چون از آنافاز شروع شده بود تقسیم سیتوپلازمش، پس این غلط. بعدی میگه در زنبور نر جهت تشکیل گامه میدونم ان، پس با میتوز. میگه تجزیه پروتئین سانترومر میشه آنافاز، بعد آنافاز میشه تلوفاز. کروموزوم ها با اطلاعات یکسان رو مشاهده بکنیم، چون که این حاصل میتوزه، هسته هایی که تی تلوفازش به وجود میانم اطلاعات یکسانه، چون میتوز کرد. پاسخ دو. سه، در لایه زاینده لوله اسپرم ساز رخ میدهد. آقا در لایه زاینده من میدونم اسپرماتوگونیان که میتوز میکنن، اسپرماتوسیت اولیه و اون یه دونه دیگه اسپرماتوگونین درست کنن. میگه شروع تخریب پوشش هسته میشه چی؟ پرو. بعدش پرومتا، چون میتوزه. ثابت ماندن طول کروموزوم ها نه دیگه، ما تی پرو تا متافاز داره فشرده و فشرده تر میشه، پس ثابت نیست. چهار، درون لوله رحم انسان، درون لوله رحم انسان من میدونم آجون تقسیمی که انجام میشه میتونم میوز دو تکمیل بشود و همچنین میتوز انجام بشود. میگه تشکیل ساختار چهار کروماتیدی، چهار کروماتیدی یعنی میوز یک. اصلا من تو لوله رحم که میوز یک ندارم جیگر بابا، میوز یک هم توی خود تخمدانه، پس اصلا کلا گزینه غلطی. از کجا میگم این سوال خیلی شانس بالایی در طراحی داره؟ از اونجایی که آقا با ما فقط نباید بدونیم میتوز میوز چیه، ما باید بدونیم تو هر کدوم از این عباراتی که گفته، اطلاعاتی که داده، آیا میوز میتوز رخ میده، بعد چه شکلی میوز میتوز رخ میده. نکته مهمیه. بریم بعدی. 164. ببین چی میگه 164. سوال قشنگ. میاد میگه چند مورد درباره جانورانی درست است که همه یاخت‌های درونی پیکرانها درون محیطی مایع زندگی میکنند. خب آقا ما میدونیم این سوال از کجا طرح شده؟ صورت سوالش از فصل 5 صفحه اول، فصل 5 ده. میگه با اینکه ما جاندارانی پرسلولی هستیم، آقا جون دقت داشته باش، من میگم درباره بدن انسان، ولی که اگه دقت داشته باشی همه جانوران پرسلولی یاخت‌های درونی پیکرشون تو محیط مایع است. الف گفته چند تاش؟ میگه فقط درباره این جانوران درسته. ببینیم چی میگه. میگه آقا گزینه یک، میگه از طریق، پس منظورش درباره پرسلولی هست دیگه، بندازم پرسلولی. میگه از طریق لوله گوارش امکان جریان یک طرفه رو داره. آقا مثلا چی؟ هیدر. هیدر که لوله گوارش نداره، خداحافظ. توسط ساختار تنفسی ویژه ارتباط بین یاخت‌های بدن با محیط فراهم میشه. نه، مثلا دوباره همین هیدر ساختار تنفسی ویژه نداره که، تک سلولی. فقط پرسلولی هم میگه، همه پرسلولی تو. میگه فقدان مویرک سبب جریان مستقیم نوعی مایع در مجاورت یاخته‌ها میشه. بابا جان انسان که مویرک داره، فقدان مویرکش غلط. میگه با هر نوع اسکلت بدنی، چه داخلی چه خارجی، برای حرکت در هر جهتی نیروی خلاف جهت حرکت وارد میشه. 100%. آقا تنها مورد دالش درسته، تنها مورد دالش درست. پس حواست باشه همه جانوران برای حرکتشون باید نیروی خلاف جهت وارد کنن. پس پاسخ هم اولا میشه فقط یه دونه دال درسته، گزینه شماره 1. اما 165 خیلی سوال قشنگه، سوال روتینیه. چرا؟ چون یه سری اطلاعات کلی داده، بعد میخواسته که تو ببینی کتاب درسی بلدی یا نه. اگه کتاب درسی بلد خوب نمیدونی. درباره استفاده وراثتی با توجه به اطلاعات کتاب درسی کدوم درسته؟ میگه برای هر صفت موجود در یاخت‌های حاصل از تقسیم میوز دو در بدن زن بالغ تنها یک دیگر است. غلط. چرا؟ چون شاید آقا صفتت چند جایگاهی باشه، یعنی روی کروموزومت با اینکه سل N میشه یه دونه کروموزوم داره، اما چند جایگاهی باشه چند تا دیگر. دو، تنوع ژن نمودهای مربوط به صفات مستقل از جنس در زنان یک جمعیت بیشتر از مردان همان جمعیت است. آقا صفت مستقل از جنس، اگر که خدمتتون عرض کنم که مثلا رابطه رابطه بارزی از ناقص باشه یا رابطه بارز نهفتگی باشه، وقتی مستقل از جنس یعنی دوتا ایکس دیگه فرقی نمیکنه، زن و مرد نداره، چرا باید از من بیشتر باشه؟ اگر میگه واره صفت وابسته به ایکس میتونه بیشتر، چون مرد ایکس دارن زن دو ایکس دارن، حالت ناقلی داره.
اگر پدر و مادر دارای بیماری فرزندی سالم به دنیا بیاورد، الگوی بیماری حتما از نوع بارز است، 100%. چرا؟ ببین میگه هر دو تا پدر و مادر فرزند بیمارن، فرزند سالمه. چرا؟ مثلا اگر یارو آبوزوگا کوچیک باشه هر دو تام بارز مریض باشن، بچه آکوچیکا کوچیک در میاد. اگر بیماری نهفته باشد دیگه بابا ننه که سالم بودن دیگه، پس یاد باشه. 4. در بدن یک مرد مبتلا به هموفیلیکساش کوچیک ایگرگ، برخی اسپرم های سالم فاقد ژن های موثر در تعیین جنسیت هستن. آقا دقت داشته باش، مگر میشه وقتی که نوشته سالم هر اسپرم یا ایکس داری ایگرگ که تو تعیین جنسیت نقش داره دیگه؟ پس این غلطه. سوال بعدی یه سوال ایمنی خوشگله، خیلی روتین کنکور دیگه، این چیز زیاد خاصی نیست. ببین چی میگه 166. میگه در یک مرد بالغ به هنگام ابتلا به یک بیماری ویروسی ناخودآگاه اینترفرون‌1 رو یاد بیاد، یاخت‌هایی با تولید ترکیبات شیمیایی در مبارزه با بیماری نقش دارن. خب ببین چی میگه 166. میگه همشون، خب کیا با ویروس ویروس ها؟ یک دونه من میدونم آقا جون، توی مبارزه با سلول‌های ویروس لنفوسیت بی نقش داره، لنفوسیت تی نقش داره، کشنده طبیعی هم نقش داره، بیگانه خارهامون هم میتونن نقش داشته باشن. خب میگه همشون، میگه همه یاخت‌هایی که فلان در آلو ویروس هستن و پس از ترشح پیک شیمیایی از بین میرون. نه مثلا این لنفوسیت تیه، این لنفوسیت بیه که پاتن ترشحمونه، خودش از بین نمیره. میگه بعضیاشون، میگه بعضیاشون در تیموس توانایی شناسی عامل بیگانه لنفوسیت تیه. خب بله بیو اینو دو جواب. میگه همشون جزی از یاخت‌های دستگاه ایمنی هستن و یک هسته دارن. آقا جون میگه همشون یک هسته این و جزی از یاخته های دستگاه ایمنی هن. آقا 166 گزینه 3 رو اگر دقت کنی، من میدونم آقا از زمان، یه سری سلول دیگه هم دارم که ممکنه هنگام ابتدا به بیماری ویروسی نقش داشته باشه. دیگه کی؟ سلول های دیواره مویرگم که میومد اون پیک شیمیایی تو التاب. دیگه چه کسی؟ خود اون ماکروفاژ هم که میومد اون پیکر رو ترشح میکرد. پس همه شون این دیواره مولگه جزء می. 4. میگه بعضی هاشون داره مولکوله هم که ممکن در زمان تب تغییر شکل دارن. همه شون پروتئین دارن، بعضی از غلط. این منظورش پروتئینه دیگه. سوال بعدی سوال 167، اون هم سوال قشنگی. ببین چی میگه. میاد میگه در مورد سامانه تنفسی جانوری که برای تعیین ترکیب و سرعت شیره پرورده، منظورش چیه؟ سوال کنکور 98 بوده دیگه. شته چه تنفسی داره؟ نایدیس. میگه درباره نایدیس کدوم گزینه درست؟ خب میگه درباره نایدیس، همه یاخت‌های بدن در کنار انشعاباتی قرار دارن که تبادل گازی را ممکن می‌سازد. میگه انشعابات انتهایی که توش آب در کنار تک تک سلول‌ها جواب هم. انشعابات تنفسی دارای مایع به درون یاخت‌ها، گفتم کنارشونه، داخل وارد نمیشه. امکان مشاهده گازهای تنفسی اکسیژن و کربن دی اکسید در مایع موجود در دستگاه گردش موادانا وجود ندارد. آقا تو همولم وجود داره، دستگاه گردش مواد در جابجاییش نقش نداره. میگه منافذ مربوط به لوله‌های تنفسی در سطح پشتی و بخش‌های انتهایی بدن جانور مشاهده می‌شوند، هم در سطح پشتی و هم در سطح شکمی. تدریس رو نگاه کن، همه اینا رو گفتم، مثلا لازم نداره فکر کن. یعنی واقعا هرسم میگیره بعضی وقتا که میگم بچه‌ها این سوالاتی که ما مثلا روتینمونه رو حل نمی‌کنیم. 168 100% کنکورا، اصلا شک نکن. میگه به طور کلی فرآیند مهندسی ژنتیک به منظور همسان سازی به 4 مرحله است. در مرحله که عدیسک فاقد ژن مقاومت به آنتی بیوتیک به عنوان ناقل استفاده میشود، اصلا ما چرا باید همچین کاری انجام بدهیم دوستان؟ بعد حالا ادامهش نگاه کن. میگه ممکن نیست پیوند فسفودیستر جایگاه تشخیص آنزیم شکسته شود. چرا نشه؟ موقع همانند سازیش ممکنه شکسته بشه، پس هیچ. 2. میگه برخی مواد شیمیایی سبب ایجاد منفذ میشن گامی که میاد میخواد ژن وارد شه. ممکنه بعضی باکتری در محیط کش حاوی پادزیست رشد بکنن. دقیقاً جواب این هم نیست. چرا؟ میگه برخی مواد شیمیایی، ما هنوز تو این مرحله گام 3، ما تو گام 4 میومدیم پادزیست میزدیم، پس مراحل یکی نیست. میگه پیوند فسفودیستر بین دو انتهای مکمل تشکیل میشه گام 2، دنای نوترکی. ممکن نیست یک قطعه دنای خطی در ناقل جایگذاری شود. چرا ممکن است؟ باز میشه این خطی میاد میبندش، ممکن هست. 4. میگه بخشی از سامانه دفاعی باکتریا به کار گرفته میشه، یعنی گام 4م که آنتی میزنی، ممکنه تبدیل دنای حلقوی به دنای خطی صورت بپذیرد. بله، عین همانند سازیش.
مگه تو مرحله نمیخواد همانند سازی کنه؟ چه؟ پاسخ میشه چه؟ ممکنه دیگه، ممکنه دیگه. پاسخ میشه چه؟ بعد تازه اگر دقت داشته باشین بخشی از سامان دفاعی باکتری به کار گرفته میشه، اون دیسک حاوی هم هست دیگه. تو اون دیسک هم اگه بخوایم گام مثلا دورم در نظر بگیم، تو دو هم ممکنه که این باز بشود، یعنی هم دو هر رو هم چاره در صورت این کار ممکنه انجام بشه. اما سوال 169 روتین تیپیکال کنکور اصلا همیشه هست. ببین چی میگه 169. میاد آقا جون میگه کدوم درست؟ در یک مرد بالغ میان سال مبتلا به پرکاری افزایش و در یک دختر 5 ساله مبتلا به کمکاری همین قده؟ میگه اگر تیروئید، ببین چی میگه، میگه اگر تیروئید زیاد کار کنه حرکات کرمی شکل روده افزایش میابد. خب آره، واسه مثلا گوارش جذب. و اگر کم کار بشه دما کم میشه دیگه، تی سی تی شا کم میشه، نه افزایش، پس غلط. میگه اگر هیپوفیز پرکار شه طول استخوان‌های دراز افزایش. 10 بار گفتم فردی که میان سال هوتوتو خداحافظ، دیگه طولش زیاد نمیشه. تکثیر یاخته استخوانی کاهش می‌یابد اگر هیپوفیز کم کار بشود. بله این بخش دومش درسته، چون هورمون روش کم میشه. 3 میگه اگر فوق کلیه پرکار بشه احتمال ابتلا به بیماری عفونی افزایش یافته. بله، چون کورتیزول زیاد بشه دستگاه ایمنی دفع میشه، راحت‌تر مریض میشه. و اگر کم میشه میزان فشار خون کم میشه. بله، چون آلدسترون کم بشه دفع آبت زیاد میشه، فشار خونت کم میشه تو دختره. پس 3 جواب. 4 میگه اگه پاراتیروئید زیاد کار کنه احتمال مشکل قلبی میره بالا. بله، چون کلسیم میره بالا پایین. تشکیل توده فیبرینی افزایش مییابد، برعکس، چون که کلسیم خون پاراتیروئید کم بشه کم میشه، تولید فیبرین هم نیازمند ویتامین K و کلسیمه. وقتی کلسیمت کم باشه این کاهش پیدا. این دقیقاً همون سوال کنکور 1400 بوده، یکم تغییرش. بریم برای 11 تا آخر 170. دوباره سوالی از گوارش میخوام حلش کنیم ببینیم چی میگه. سوال 170 میاد میگه آقا چند تا نادرست. میاد میگه آقا در هر بخشی از لوله گوارش که به طور حد، ببین به طور حد میگه قطعا درست باشه دیگه، میگه هورمون گاستین رو به نوعی بافت پیوندی یعنی خون ترشح میکنه، منظورش معده است، حتما دارای یاختای با چین خوردگی قشایی میباشد 100%. چه یاختای؟ یاختای کنار 100%، یاختای کنار. ب میگه در گوارش شیمیایی کربوهیدرات ها نقش دارد، هر بخش از لوله گوارش، خب دهان هم نقش داره، روده هم نقش داره. میگه در سطح درونی خود نوعی گلیکوپروتئینی با توان جذب آب داره، منظورش موسینه. خب من میدونم ماده مخاطی که موسین داره سر تا سر لوله گوارش هست، همه جا هست. 3 خون سیاه رگی آن به سیاه رگ باب کبدی وارد می شود. خب به سیاه رگ باب کبدی اگه بخوام دقت داشته باشم میتونم معده رو بگم، میتونم روده رو بگم. خب میگه به طور حد دارای توانه ترشح آنزیم مؤثر در گوارش مواد غذایی از یاخت‌های خود هست، هم معده و هم روده. 170 کسی میدونه کجاش غلطش میکنه؟ روده بزرگ. باریکلا، روده بزرگ من آنزیم لیزوزیم داره ولی گوارشی نیست، بر روده بزرگ غلط میشه، حواست باشه. میگه در دیواره خستلای مایچه مجزا داره معده، هر بخشی از شبکه یاخته عصبی دیواران در ایجاد حرکات کرمی نقش مهم میدارن. آقا نکو هر بخش شبکه یاخته عصبی دیواران اگه دقت کنی، یکی تو لایه زیر مخاط دارم، یکی تو لایه مایچه دارم، تو لایه مایچهش تو حرکت ایجاد کردن نقشه، تو لایه زیر مخاطی نقشی نداره. پس این گفته هر بخش غلطش میکنه و پاسخ میشه عملا گزینه شماره 2. سوال بعدی سوال شماره 171 از فصل 8 12، دو سه تا سوالم داره این سال که میبینیم قطعا. ببین 171 چی میگه. میگه کدام گزینه در ارتباط با هر رفتاری که غریزه در آن نقش داره درست، بلا فاصله پس از تولد به طور کامل بروز پیدا میکنه؟ نه، بعضی ها بعد از مثلا بلوغ. در یافتن پاسخ پرسش های چگونگی انجام یک رفتار قابل مطالعه 100%. اصلا ما تو رفتارها دنبال چرایی و چگونگی. بدون دخالت یادگیری؟ نه، یادگیری تو همش نقش داره. بدون نیاز به تولید پیک شیمیایی بروز پیدا میکنه؟ نه، رفتار مثلا ترشح بزاق که غریزیه، باید آقا یه پیکی بیار روی این قدرت بروز بزاقی تاثیر بذاره دیگه، سمپاتیک مثلا. پاسخ دو. 172 جانوری احتمالی 100%. یه چیزای کلی گفته برای سری گزینه دربارش طرح کرده. ببین 172 چی میگه. سوالش هم سوال قشنگ. کدوم درست؟ هر واحد بینایی چشم زنبور تنها شامل یک عدسی، یک گیرنده نه، چند تا گیرنده داره خدا.
در مایع هر یاخته گیرنده مکانیکی در کانال خط جانبی که رشته عصبی متصل به خود دارد، چون های گذاشته میدونم برای کدوم دو تایه، اگه میگفت یکی غلط بود، موجک های نابرابر در تماس با پوشه ژلاتینی داره، آب نیست دیگه، درست شکل در جیجیره گیرنده مکانیکی که در محل اتصال پای جلوی به سینه است، خیر تو بند اولی یا حق در مایع بخشی که در زیر بالاترین بخش مغز مایع قرار دارد، بالاترین بخش مغز مایع میشه مخچش، در زیر مخچش میتونه بصل و نخاعه باشه مثلا دیگه. حالا میگه معادل بخشی در مغز که مرکز تنظیم وضعیت بدن تعادله، وقتی بخشی که در زیر بالاترین گذاشته رو بیه حتما مخچه رو در نظر بگیری، از اون ور خودش مخچه است، بالاترین خودش مخچه است، زیر مخچه میشده بسر نخا دیگه، اوکی. خب مرکز تنظیم که خود مخچه است، برای این غلط یا حق. 173 دوباره بریم دوباره پوست درخت، دوباره کامبیومای پیر شده است. ببین چی میگه. میگه در هنگام فعالیت‌های مریستمای پسین، یاخت‌هایی که توسط کامبیوم جاخالی تولید می‌شوند جاخالی. خب ببین چی میگه. میگه کامبیوم آونساز به سمت تو داخل چوب بیشتر، به سمت بیرون آبکش پسین. همه گه جزء پوست گیاه، چوبیا که پوست نیستن. چوب پنبه ساز به سمت بیرون چوب پنبه، به سمت درون پارانشیم. همه گه فاقد قدرت تولید ATP هستن، پارانشیمای داخل که زنده‌ن. میگه چوب پنبه ساز همه گه جزء پیراپوس محسوب میشن، 100% پیراپوس میشه خود کامبیومه، چوب پنبه و پارانشیمه، به علاوه اگه آبکش میشد میشه پوسته، پس 3 درست. 4 آونسا لایه‌ای با ضخامت یکسان در دوست کامبیوم، چوبا بیشتر از آبکش هست. چطوری یکسانه؟ یا علی. بعدی 174 چشم احتمالی 100%ی، پارسال خیلی کم اهمیت دادم بهش. ببین چی میگه. مشخصات لایه از کره چشم میگه دارای گیرنده‌های نوری منظور شبکی است. میگه درباره شبکیه کدوم گزینه درست. ببین چی میگه. میاد میگه آقا ضخامت تمام بخشایان یکسان است. کجا؟ شبکی آقا از سمت عصب، محل خروج عصب به سمت جلوی چشم ضخامتش کاهشی، خدافظ. میگه در تمام بخشایان انشعاب رگ‌های خونی وجود دارد، با زجاجیه در تماس است. آقا مگه در تمام بخشش انشعاب رگ‌های خونی است؟ نه، تو بخش انشعاب ابتدایش هم انشعاب پیدا، در ادامش قبل از عدسی تموم شده، پس اینم غلطه. بله. سه میگه نازک‌ترین لایه چشم، بله، بر فعالیت عصبی بخش‌های مختلف از مغز، هم آقا جون میتونه بیا رو قشر مخ، هم تو لوب پس سری، هم توی مغز میانی میانه رو باشه، شنوا بینای حرکت. پس سه جواب. با ماهیچه‌های تغییر دهنده قطر عدسی در تماس، منظور جسم مژگانیه. آقا اگه دقت کنی جسم مژگانی مستقیما به شبکیه برخورد نکرد. بریم 175. اینم 100% کنکورا. 175 اصلا کلا آزمونش آزمون خوب. ببین چی میگه 175. میگه کدوم درست. هر عامل خارج کننده جمعیت از حالت تعادل. آقا میشه جهش، میشه انتخاب طبیعی، میشه آمیزش غیر تصادفی، میشه رانش، میشه شارش. میگه بیان علت مقاوم شدن باکتری به انتخاب طبیعی میتونه در افزایش بقای جمعیت در شرایط محیط ثابت مؤثر باشه، 100%. افراد ژن برتر دیگه. حالا اگه چون چرا، چون همه محیط و همه افراد شبیه هم میکرد، یعنی افراد برتر و محیط بودن دیگه، ثابت هم گذاشت. 4 میگه کاهش یا حذف برخی دیگر از جمعیت میشه رانش، به طور حد در تغییر میزان فراوانی در جمعیت نقش دارد. ممکنه که آقا جون مثلا چه شارش رو بگیره چه رانش رو بگیره، ممکنه آقا تو جمعیتی مثلا جدایی هم میهنه، جدایی دیگر میهنه، اصلا شارش رو قطع. خدافظ. میگه تغییر فراوانی دیگری به صورت تصادفیه، یعنی چی؟ رانش نمیتونه در افزایش پایدار گونه در شرایط مختلف اثر گذار باشه. چرا؟ ممکنه افرادی که دارن رانش میشن، اونایی که میمونن زورشون بیشتر باشه. میگه تعیین صفت منتقل شونده به نسل بعدی، یعنی انتخاب طبیعی، نمیتونه در روزهای سرد سال در انتخاب جاندار تحمل کنه سرما نقش داره. چرا؟ خود مثال کتاب انتخاب طبیعی گرگ هایی که نسبت به سرما مقاوم بودن رو انتخاب میکرد. و پاسخ میشه گزینه شماره 1. اما صفحه آخرش رو من کلا خیلی پسندیدم، یکی اون صفحه که سوال ژنتیک داشت، یکی همین سوالات اینجا. ببین چی میگه، ببین چی میگه دقیقاً. خب 176 سوالش هم سوال قشنگ، رنگ خوب بذارم، چه رنگی بود؟ سبز. خب 176 سوال کلکی بوده، سوال قشنگی بوده. ببین چی میگه. میگه چند تا نادرست. هر رشته عصبی که مسیر انعکاس تعلق داره و با جا خالی ارتباط مستقیم داره، پس باید شک یاد. میگه یک نور و با یک نورون رابط در ارتباط مستقیمه، یعنی اون که میره دو سر یا سه سر، چرا اون حسی رو حساب نمی‌کنه؟ چون همزمان با دو تا نورون رابط پیامای عصبی رو ماده خاکستری ارسال میکنه، برعکس اونا نورون حرکتی هم خارج میکنه.
میگه با دو نورون رابط یعنی نورون حسی در شرایط محصول نهایی قندکافت رو به لاکتات تبدیل میکنه. آقا نورون لاکتات که میشه ماهیچه خدافظ. ماهیچه دو سر بازو در جسم یاخته خود ریسکیسای حاوی ناقل عصبی تولید میکند. آقا دقت داشته باش، اون نورونی که میگه هر رشته عصبی که با ماهیچه هر رشته عصبی که مسیره و با ماهیچه دو سر ارتباط مستقیم میشه اون رابطه در جسم یاخته خود ریسکیسه های حاوی ناقل عصبی تولید میکنه. کسی اگر بدون مورد سوم چرا غلطه واقعا جایزه داره. ببین زمانی که گذاشته اول صورت سوالم رشته یعنی دندریت یا آکسون بلند. آها پس این که اینجا جسم یاخت با اینکه جمله درستیه اما به رشته ربطی نداره، پس برای همین تو جسم یاختهش غلطش میکنه. میگه به ماهیچه سه سر یعنی باز رابطه در پی اتصال با ناقل عصبی مترشح نورون رابط مهار میشود. آقا دقت داشته باش، میگه اگه اونی که با ماهیچه سه سر در تماسه در پی اتصال با ناقل عصبی مترشح نورون رابط مهار میشود. چاره چرا غلطه بچه‌ها دقت داشته باشین. من میگم آقا جون خودم بزنم، اون رشته ای که با ماهیچه سه سر ارتباط مستقیم داره میشه آکسونه. چی با این نورون در ارتباطه؟ نورون رابطه. بعد آقا آیا ناقله به آکسون وصل میشه؟ نه، به اون دندریت نورون حرکتیم که تو بخش خاکستری وصل میشه. پس به خاطر این یه تیکش هم غلط و پاسخ هم میشه گزینه شماره 4. سال بعدی سال 177 پتانسیل عمل قشنگ. ببین چی میگه. میگه در یک نقطه از یاخته عصبی در شرایطی که اختلاف پتانسیل در حال نزدیک شدن به صفره. خب ببین یه دونه من اینطوری بکشم، منفی 70 صفر مثبت 3 کجا رو میخواد؟ یک، در حال نزدیک شدن به صفر، یا از اینجا به اینجا یا از اینجا به اینجا. میگه بیشتر بودن نفوذ پذیر غشا به ایون سدیم در مقایسه با پتاسیم قابل انتظار است. بله در این نقطه‌ای که اسمشو میذارم آ، چون کانال دهش داره سدیمی بازه نسبت پتاسیم نفوذ پذیرش بیشتر میشه، مورد نظر. اما بقیه گزینه‌ها چرا غلط؟ میگه قسمت بالا رو در حال ثبت ورود ایون‌های مثبت با صرف انرژی به درون سیتوپلاسم دور از انتظار است. آقا ورود ایون مثبت با صرف انرژی پتاسیمی که با پمپ میان همواره فعالیت میکنه، دور از انتظار نیست. میگه تغییر در وضعیت کانال دهش داره ایجاد میشه، یعنی یا بالا رو یا پایین رو. افزایش تولید ADP توسط پمپ سدیم پتاسیم دور از انتظار است. آقا چرا دور از انتظار است؟ من میگم آقا اگر این نقطه رو در نظر بگیری بعدش پمپ بیشتر کار میکنه که داره دریچه پتاسیم بسته میشه، پس دور از انتظار نیست. و چهار، پتانسیل الکتریکی داخل قشا نسبت بیرون مثبت باشه، یعنی تو این بازه. میگه باز شدن کانال دریچه سدیمی قابل انتظار است. آقا نگاه کن وقتی میگه باز شدن استودیومی میشه همین لحظه، اون بالا نیست. باز شدن اینقدر موقعی درس دادنم گفتم باز شدن اون پایین. ستای آخر 178. ببین چی میگه. میگه آقا 178 میگه نوع اندام، چقدر سوال خوبی، میگه نوع اندام غیر لنفی که آهن حاصل تخریب هموگلوبین گلبول قرمز را دریافت میکنن. خب آقا جون آهن حاصل از تخریب هموگلوبین یا میره تو کبد ذخیره میشه یا میره تو مغز و استخوان. بعد گفته غیر لنفی، من میدونم مغز و استخوان لنفی، پس درباره کبده. کبد میگه کدوم گزه درست. در پی انجام فعالیت های گوارشی تنها در ساخت یک نوع مولکول بسپار زیستی. آقا من کبد سلول نیست، کربوهیدرات میسازه، پروتئین میسازه، لیپید میسازه، نوکلئیک اسید میسازه. میگه سیاه رگ باب تنها منبع تامین اکسیژن و مواد مغذی آنه. با کبد خوش سرخرگ از آورت میاد بهش میرسونه، چی چرت میگه یا علی. میگه با ترشح نوعی پیک شیمیایی در هنگام خونریزی های شدید در تولید لخته نقش اصلی. آقا نقش اصلی اصلا مال پلاکته، به این ربطی نداره، خدافظ. منظورش میخواستی کسی اریتروپویتین در نظر بگی اسکا باش، غلط. لنف خارج شده از آن به رگای لنفی تخلیه میشود که با عبور از پشت قلب به یکی. خب من میدونم آقا کبد به مجرای لنفی سمت چپ میزنه دیگه، مجرای لنفی سمت چپ از پشت قلب میچرخه میاد به یکی از سیارگای زیر ترقوه سمت چپ تخلیه میشه. پس پاسخ هم عملا میشه گزینه شماره 4. و 179 و 180 که بسیار بسیار سوالای قشنگی هستند، مخصوصا 179 دوباره از اون تیپای که هفته پیش حل کردم. میگه از شروع قندکافت یک مولکول گلوکوز تا انتهای چرخه کربس تعداد موارد مطرح شده در کدام گزینه با هم برابره؟ خب اوکی. میگه از شروع قندکافت تا انتهای چرخه کربس CO2 آزاد شده در چرخه کربس میشه 4.
مولکول‌های چهار کربنی شروع کننده چرخه کرس میشن دو تا. الان 4 و 2 با هم برابره؟ معلومه که نه دیگه. دو، ADP های تولید در مرحله انتهای گلوکوز، وقتی گفته از شروع قند کاف، ADP های تولید در مرحله انتهای گلیکولیز، در مرحله انتهای گلوکوز که ADP اصلا مصرف تولید نمیشه، مصرف میشه ATP. خدافظ. الکترون های مصرفی حین مصرف هر NAD مثبت دوتا، NAD هاش های حاصل از اکسایش پیروات اینم دوتا، دوتا. فروکتوز فسفاتی حاصل از قند کاف یک، فسفات های جدا شده از ATP در مرحله اول قند کاف، چون دوتا ATP میشکنی دوتا، یک با دو برابر نیست. و 180 آخرین سوالمون که بسیار بسیار سوال قشنگی بود، میگه در خصوص توالی های مربوط به تنظیم بیان ژن کدام موارد در ارتباط با توالی افزاینده برخلاف راه انداز درست؟ میگه تو یوکاریوت افزاینده درست باشه، راه اندازش غلط باشه. خب ببین چی میگه. میاد میگه الف، خوب گوش کن، میگه در ساختار کروموزوم های فاقد هیستون مشاهده نمی شود. خب راه انداز هم مال پروکاریوت هم یوکاریوت، این فاقد هیستون یعنی پروکاریوت، افزاینده فقط مال یوکاریوت، پس توی یوکاریوت هست، توی پروکاریوت درست. میگه نقش موثری در تنظیم بیان گروهی از ژن های هسته‌ای ندارد. خب آقا نگاه کن، راه انداز ابتدای همه ژن های یوکاریوت هست، قبول، اما افزاینده فقط واسه بعضی از ژن ها میاد کمک کنه، پس اینم درست. سه، در اتصال رناب اسپاراز دو به رشته الگو و مقدار نویسی موثر است، هم راه انداز هم افزاینده، پس واسه جفتش. توسط آنزیم رناب اسپاراز به عنوان توالی الگو رو نویسی نمی شود. آقا دقت داشته باش، هم افزاینده هم راه انداز جزء ژن نیستن، پس جفتشون رو نویسی نمیشن، پس برای برخلاف نیست، برای همانند. پس پاسخ میشه گزینه شماره 2. 8 خیلی سوال حل کردیم واقعا. و اگر ببینید سوالات رو به صورت تکنیکی و حرفه‌ای هم حل کردم، یعنی اینطوری نبود که هم تو یه چیزی حل کنیم بره، گزینه به گزینه‌شو بررسی کردم، تو آپارات قرار میگیره، تو پنلتون هم قرار میگیره، سوالاش هم تو کانال میذارم، هم خامشو میذارم هم غیر خامشو میذارم که داشته باشید. و دوستتون دارم زیاد، انشالله که همیشه موفق باشید، خسته نباشید، از اطلاعاتی که میدم استفاده کنید، سوالاتی که حل میکنم و ببینید. و دمتونم گرم، یا حق تا صبح کنکور 1400 کنارتون هست.